بینندگان عزیز با سلام به شما، برنامه امروز رو یک دقیقه زودتر شروع کردیم. دلیلش هم این هست که از خانم ماندانا خواهش کردیم که منزل باشن و ما بتونیم یه تماسی بگیریم، چون در یکی دو هفته گذشته این دوستمون چند بار زحمت کشیدن پیام گذاشتن ولی موفق نشدیم که پیام کامل ایشون رو داشته باشیم و بتونیم پخش کنیم. اجازه بدین من تماس بگیرم و چند دقیقه رو در خدمت ایشون باشیم با صحبت‌هایی که درباره برنامه‌های گذشته و موضوعاتی که ما عنوان کردیم ایشون هم نظر خودشون رو بگن. شما هم میتونید نظرات خود رو به وسیله تلفن، پیام، فیسبوک، ویدیو بسازید بفرستید، آدیو ضبط کنید بفرستید، با هم صحبت میکنیم. و امروز هم هست دوشنبه 25 سپتامبر 2017، ساعت 2 بعد از ظهر و برابر است با 3 مهر 1396. و اما خانم ماندانا از کانادا، ببینیم هستند و امکان تماس هست یا نه. ما که از اینجا گفتیم کانکت، حالا ببینیم چی میشه. تماس میگیرن. تو استارت کال ترن آف دی براوزر پاپ اپ بلاکر. ای داد بیداد، چند دقیقه پیش به خودم زنگ زدم امتحان کردم کار کرد، حالا میگه براوزر پاپ اپ نمیدونم بلاکر رو آف کن. خب بگو خودت کجاست، آفش کن دیگه برامون. پاپ اپ براوزر ببینیم به این با این تلفن میشه تماس بگیریم. عجب روزگاری شده واقعا، هر روز مثل آدمایی که تازه آمدن یه جایی، چیزایی رو که بلد بودیم هم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اینم از این، ببینیم هستن ایشون. امیدوارم صدا برای فیسبوک هم بیاد. دوستان عزیز با خانم ماندانا هستیم، سلام میکنم خدمتشون، بهشون خوش آمد میگم و میدونم چون کار دارن و لطف کردن به خاطر ما صبر کردن، من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم تا در مورد چند تا تاپیک که میخواستن صحبت کنن صحبت کنن. خانم ماندانا خیلی خوش آمدید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. شما در چند هفته قبل برای آقای فریدون فرخزاد صحبت کردید. من در سالهای گذشته که ایشون در ایران شو تلویزیون داشت و گاهی هم در امسی بعد شوهای مختلف مثل شوه لباس و غیره بود در هتل هیلتون اونجا، من در چند از این شوها بودم و ایشون رو میدیدم. آنچه که در این گرد هماشه رو به نظر میامد این بود که در هر برنامه که او داشت، البته بجرد شوهای تلویزیون، چند نفری از بین حضار سر میکردن که برنامهش رو به هم بذارن و اینا هم همیشه یه مردای جوان بودن بین شاید 20 تا 30 سال، البته یکی دو نفر بیشتر نبودن ولی که این کار رو میکردن. حالا یا با مطلق گفتن بود، سوت میزدن، میپردن وسط سن، میرخصیدن به صورت مسخره، میرخصیدن اینا. البته اونم آدم حاضر جوابی بود، اونا رو مسخره میکرد، جوابشون رو میداد و گاهی هم این یه حالت جدی و توشه آمیزی رو خودش میگرد، این مسخره کردن و اینا و که زیاد خوب نبود و همه حضور رو بیشتر ناراحت میکرد. و علت این وردم معلومه بود چی بود. در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران یک سالن آمفی‌تئاتر بزرگی هست به اسم تالار فردوسی که در اونجا بعضی وقتا جشنهای فوق‌التحصیلی یا ارکستر سیمفونی و اینا غیره بود. یه شبی ایشون در اون تالار شو داشت که برای چریتی بود. این سالن بزرگیه مثل سینما ها، در عقب سالن هم بالا بالکنی داره. بیشتر تماشاگرها مشخص دانشجو بودن و یه عده دانشجو هم در بالکن بودن که همه اونا پشت اون دیوار کوتاه اون بالکنی نشسته بودن جلوی بالکنی، بنابراین همه میتونستن ببینن. و اونا که اونجا بودن همش مرتب اینو دست مینداختن، شروع میکردن، خروج میکردن، صوت میزدن، مطلق میگفتن و من نمیدونم چرا در ایران حتی اینجوری میشد. در ایشون کسی نمیدونم
کردن بالا و بعدی که تموم شد یکی از اونا بلند بود که تو هم صدا بده هم خیلی بد خوندی و خیلی بیریخ هم هستی. بعد خب این البته ناراحت شد با یه حالت بغض و گریه بود آقای که این البته من خیلی آدم بی‌تربیت من از صحنه رفت بیرون و آقای فرخزاد اومد و حالت گریه گذاری شروع شد و بعد راجع به خواهرش حرف زد که وقتی زنده بود اما لکه ها رو بهش میچرخوندن ولی وقتی که فوت شده بزرگترین زن شاعر ایران شد و در همون موقع که اون حرف میزد اونا بازم اون تو بالکن سر صدا میکردن. بالاخره یکی از اونا بلند شد تمام لباساشو درآورد رخ شد همونی که اون بالا بودن همه هم داشتن میدیدن. بعد آقای فرخزاد هم گفت تو اگه فکر میکنه خیلی خوشتیب و خوشگل هستی خوشگل هستی بیا اینجا پایین تو صحنه برقص جلوی همه. خود همه ناراحت و عصبانی و اینا پاشدن و هم خود همه اومدیم بیرون هم رفتن خونشون. یه خاطره خیلی بد و غم‌انگیزی بود. اینا پارک لاله که در تهران هست شمال دانشگاه بولوار بوله بولوار در اونجا تابستونا فانفیر بود و بچه ها می رفتن با چرخ فلک و اینا بازی می کردن. یه جایی هم بود مثل اینجا هم هستش مثل چادر می زنن از این استاف انیمال می زنن بعد مثلا شما جایی توپ رو بزنی به یه هدف اگه بخوری یکی از اون استاف انیمال ها رو بهتون می دن. یه عکس یه صورت خیلی بزرگی رو کشیده بودن که دهانش باز بود یه توپی بنده توپ تنیس بود می زن تو دهنه این صورت آقای فرخزاد بود. یعنی علنا بهش توهین میکردن. حالا نمیشد مثلا یه آدم معمولی یه صورت معمولی رو اونجا بذارم. در هر حال تئاتری در جنوب تهران محله سنگلج محله قدیمی تهران اونجا یه تئاتری باز شده بود که یه شب من در اون تئاتر کمدی رو اونجا بودیم تماشا میکردیم. یکی از هنرپیشه‌های قدیمی رادیو و سینما که الان هم خوشبختانه هنوز در قید حیات هستن ایشون بازیم که اون موقع یه مرد تقریبا میان سالی بود. بعد این نمایش نامه کمدی بود یه پسر جوانی هم بازی میکرد که رولی که داشت مثل که رول یه مرد مثلا هموسکسوال بود طرز حرف زدنش و تکون دادن سرش اینا اینم هی سر به سرش میداد. بعد رفت جلو هم دید که بچه ها مثلا این موقع بزرگای انگشت سبابشون رو میزنن زیر چونشون به بچه های مثلا 3-4 ساله اینم رفت انگشت زد زیر چونه و گفت چطوری فریدون شلیک که خنده توی جمعیت بلند شد و منفجر شد از هم سالو. خب این معنی فهمیدن که این چی میگه این از این مجله توفیق مجله فکاهی بود که البته خیلی سیاسی بود و اینا این یه کاریکاتوری کشیده بود در همون سالها که آقای فرخزاد بود پلوش یه مردی پایستاده بود که با کلا مخبلی بود و دست سیبیل های بزرگی داشت و با یه دست کتش انداخته بود روش شونه شد اینا داره بهش میگه که یادت میاد شب بود بیابان بود زمستان بود هم توی دیگه کاریکاتور میکشن عذیت میکردن و اینجا در کانادا یه نخست‌وزیر بود در سالهای 80 پدر همین نخست‌وزیری که الان هست پیر ترودو یه مرد بسیار انتلکچوال و روشنفکری بود. این مدت 16 سال نخست‌وزیر بود مردم بهش رأی میدادن انتخابش میکردن. این یه مدتی در اون سالها سعی میکرد که برای کسایی که گی هستن ریکوگنیشن بگیره و اینا دائم توی پارلمان جار و جنجال و سر و صدا بود و اون کانسرواتیو و این یک دفعه گفتش که مردم آزادن که در چهار دیواری خونهشون هر جو که دلشون میخواد زندگی کنن هر کاری که میخوان بکنن مردم تو خونهشون به دولت و بقیه افراد ملت مربوط نیست. ولی در مورد این آقای فرخزاد این موضوع مثل که به همه مربوط بود. آخرین بار من در جولای 1999 بود که اومد به تورنتو و توی یکی از هتل ها شو داشت از لس آنجلس اومده بود و خیلی اونجا بس که اذیتش کرده بودن که شکایت میکرد ازشون میگفت که اینا به من میگن تو این حرفا رو میزنی که بری ایران رئیس جمهور بشی. آخه منی که میام اینجا جلوی دوربین تلویزیون اینا جلوی شما میرخصم و آواز میخونم میگم شب بود بیابان بود زمستان بود کسی میاد منو برداره ببره مثلا به من رأی بده منو بکنه رئیس جمهور. در حال این بود متاسفانه که ما بعد از یه هفته بعد از همون شو شنیدیم که ایشون کشته شدن. اما چون در مو
مورد اون کتاب شعبان جعفری، کتابی بود که در این کتابخانه های عمومی بود، من گرفتم خوندم، خانومی به اسم سرشار باهاش مصاحبه کرده بود و اینو ضبط کرده بود و کتابش کرده و وقتی حرفایی که میزد اون به همون لهجه خودش بود که اونجوری که حرف میزنن اینا، اینجور آدم حرف میزنن همونجوری نوشته شده بود و بین حرفایی که زد چیزای مسخره زیاد بود در این مورد، در این موارد. ولی وقتی که رسید به شاپور غلامرضا خیلی شکایت داشت که این بسیار آدم کنس و خسیسی بود و هم دائم می اومد توی باشگاه من و هر وقت می اومد باید حتما براش قضا می آوردیم، براش نمیدونم دائم دروغ می آورد، گفت خیلی 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 شکایت داشت از اون، مخصوصا خصتی که داشت و این حرفا. حالا اون کتاب رو مخلوقات همه جا از اکش می تونم بخونه، که جالبیه که یه آدم اینطوری چه نظری داشت راجع به بعضی از اینها. و ما در مورد شهریه مدرسه ها، من که شما صحبت کردین، من اون که از در مورد خودم یادم هست که خیلی وقت پیش بوده، من دبستان ها نداشتن، یه مقدار خیلی خیلی کمی پول تمر می گرفتن، ولی دبستان که رسید به اینکه دبستان دولتی شما میگین بهشون بگیم ملی، دبستان ملی دبستان مال وزارت فرهنگ بود، با این حال من یادم نه زیاد، ولی مثلا 120 تومن زیاد 150 تومن در سیکل دوم انقدر شهریه میگرفتن، اینجا به طور کاملا مجانی نبود. ولی خب دیگه این وضعی بود که بودن به بچه اونایی که میتونستن به سر از آفورد کنن، اونا میتونستن بچه هاشون رو میفرستدن مدرسه های پولی و اونا از همون کلاس اول انگلیسی بهشون درست میدادن از این حرف هم. به هر حال خیلی خوشحال شدم که صحبت کردم ما تو و انشالله که در آینده در دوره موضوعی که مربوط به ایران، ایران عزیز، اتفاقاتی که در اونجا افتاده بتونیم بیشتر صحبت کنیم. متشکرم از وقتتون. ممنونم از اینکه صبر کردید و با ما بودید. مرسی، روز خوبی داشته باشید. خب دوستان عزیز، نظرات خانم ماندانا رو شنیدید و دوستمون سعید می‌نویسه که همینجا هم کسایی که پابلیک فیگر هستن مورد تمسخر، آزار، اذیت قرار می‌گیرن و کاملا درست میگه. این ماجرای افراد معروف و اذیت و آزار شدن، خب همونقدرم بعضی جاها بهشون ارفاق میشه، مثلا پلیس اگه میگیرتشون اگه مست باشن یه اشکالی داشته باشن میگه حالا من به تیکت نمیدم، یعنی چی میگن، محاسنی داره و معایبی داره. درباره این که چرا سکیوریتی نبوده، خب شاید اصلا سیستم اون موقع ایران یه مقداری زود بوده برای این کاری که آقای فرخزاد انجام میداده و مخصوصا برای اینکه ایشون همجنسگرا بوده و آمده توی یک به اصطلاح کشوری که با وجودی که این همجنسگرایی بوده و اینها، ولی همه سرپوش روش میذاشتن. تا چند سال پیش خود آقای احمدی نژاد توی یونایتد نیشن گفت ما اصلا توی ایران هوموسکشوال یا همجنسگرا نداریم. این از این. درباره کتاب شعبان جعفری، بله خانم هما سرشار اون کتابو نوشته و ممنونم که شما درباره خسیس بودن برادر شاه صحبت کردین. کلا این خانواده این مقداری از لحاظ مالی اینجوری دستشون تنگه و خب بعضی وقتا میگفتن طرف دستش تنگه باید یه کمکی بهش بکنین، دو طرفه میره. و خیلی جالبه چون برادر شاه، شاپور غلامرضا، فکر کنم مسئول فدراسیونای نمیدونم ورزش و اینا بود، شاید یه مقداری هم اونجا میخواسته سوء استفاده های انجام بده که مثلا همین شعبون جعفری هم که اون زورخونه رو شاه بهش داده بود و اینها، حتی اونم از دستش ناراحت بوده و شاکی. در اصل اون چیزی که من یادمه، من یه بار شعبون جعفری رو تو کالیفرنیا دیدم و عین ایرانم چند تا از این به اصطلاح نوچه بهش میگن دنبالشون بودن و خیلی جالب بود، کلا اینجوری و کچلوار مشکی و اینها. و اونجا وقتی معرفی کردیم اینها، معرفی کردن اینها، من با اون دوستی که بودم وقتی گفت، اونم گفت بله میشناسم، من دست ندادم به این آقای شعبون جعفری و گفتم که
همین جوری بهتره. در هر صورت اون موقع هنوز اینجوری فیس بامپ نیومده بود، تازه اگه اونم اومده بود اونم نباید، و بالاخره آدم باید دست بده به کسایی که باهاشون دوست و یار و هم فکر و هم عقیده است. و اما یه نکته جالبی شما در برنامه‌تون گفتید، در صحبتتون گفتید که در زمان شاه آقای فرخزاد برنامه که اجرا می‌کرد یه دفعه برای چریتی بود. چریتی انجمن‌های خیریه است. من فکر می‌کردم دوره شاه همش بهشت برین بوده، اصلا هر کسی میمد ایران فوری پول نفتشو میدادن، آپارتمانشو میدادن، یه خونه توی جنوب فرانسه بهش میدادن، پاسپورت بهش میدادن، دلار و مارک و فرانک و پوندم بهش میدادن و احتیاج به انجمنهای خیریه و چریتی و اینها نبوده. ولی دوستان حقیقت رو بشنوید. ممنونم، شما کاملا درست میگید. موقعی که شما بودید، احتمالا شما یه مقداری از من مسنتر هستید چون خودتون بارها گفتید و الان من جرئت نمیکنم به خانمی بگم از من مسنتره یا درباره سنش صحبت کنم. و اون موقع بله همون 120 تومن 200 تومن و اون پول تمری هم که میگیم من یادمه، مدرسه دبستان که بودیم فکر کنم میگفتن 2 تومن باید پول تمر بدید چون باید تمر رو باطل کنیم بزنیم رو عکستون برای اون گواهی نامه مدرسه. ولی اون 120 تومن و احتمالاً حالا به دوره ما که رسیده بوده 200 تومن احتمالاً توی شهرستان ها یه مقداری اجحاف زور نازم و اینها، همون برای ما هم سنگین بود دیگه. 3 تا بچه من و داداشم و داداش بزرگترم یه دفعه بخوایم بریم دبیرستان و اونام بگن باید یه دفعه 800 تومن یا 600 تومن، فکر کنم 800 تومن بود، نمیدونم چرا گفته بودن مثلا 2 تا 300 تومن یه 200 تومن که میشه 800 تومن. و اونجا بود که مادر من گفت من بهتون قسطی میدم، ندارم، ما کارگریم و نداریم یه دفعه 800 تومن بدون. 800 تومن فکر کنم حقوق یه کارمند دولت اون موقع 800 تومن بود، چون منی که سالها بعدش شدم دبیر هنرستان حقوقم 3000 تومن بود. دوستان عزیز بذارید شاه رو بذاریم آسوده بخوابه، همونجوری که به کوروش گفت آسوده بخواب. و امروز میبینیم که به یمن فیسبوک کوروش بیداره و هر کسی عکس کوروش رو گرفته گذاشته اونجا اسمش حسن علیه شده کوروش ایرانی، اسمش حسین علیه شده کوروش آزاده و کوروش بیچاره رو بیدار کرده. من روز جمعه وقتی که برنامه تموم شد نوشتم که چون راجع به مجاهدین بود که چهارشنبه رفته بودن توی نیویورک تظاهرات، راهپیمایی که نبوده تظاهرات بوده و اینها، و نوشتم چشاتونو ببندی تصور کنید امشب آخوندا ساقط شدن، سقوط کردن، سقط شدن، هرچی، شما تحت چه شرایطی به ایران می روید؟ حکومت رضا پهلوی، حکومت اصلاح طلبان، حکومت آقای رجوی مرحوم و خانم مریم رجوی؟ خیلی برای من عجیبه. حتی فامیل خود من برداشته نوشته خب آقا شما که ایران نمیای برای شما چه فرقی میکنه؟ آقا من تو اون کوچه زندگی نمیکنم، ولی اگه اون کوچه هر وقت میرم ماشینم بیفته تو دست انداز میگم اینا عجب ملت هستن که این دست انداز رو درست نمیکنن. و من به عنوان یک انسان ترجیح میدم که اون کوچه هم بدون دست انداز باشه، اون کوچه هم برق داشته باشه، شب روشن باشه. چرا شما همش فکر میکنین باید خودمون خودخواه خودخواه خودخواه؟ بله بنده شانس آوردم رسیدم به آمریکا و آمریکا هم اون در باغ بهشت سبزی که بهمون نشون دادن نیست. الان بعضی هامون راه برگشت نداریم، یعنی دیگه الان میگیم بچه‌مون بابا 38 سالشه، چی میگن، عروس داریم، داماد داریم، نوه داریم، حالا من گیرم بلندشم بیام ایران. اینجوری عزیز من بعد شما اعتراض نکنیم به اینو. شما ببینید طرف چی نوشته، در رابطه با نوشته اون نظر خودتونو بگید. خیلی ها نوشتن که من ایران برو نیستم. ممنونم علی آقای طاهری، بالاخره شروع کردی درست جواب میدی، درباره موضوع نظرتو میگی، ولی هنوز یه اشکال بزرگ داری. شما که مسیحی هستی، شما که به من میگی مسیحی نمیشناسی، عزیز من خب من باید از شما مسیحیت رو بشناسم، پیش خودم بگم نگاه کن این علی تا موقعی که تو هنرستان بود عجب تخسی بودا، عجب اذیت میکرد فلان، ولی حالا که مسیحی شده چقدر مهربانه.
با آقای مجید افراخته توهین نمیکنه، به اون دوست دیگرمون توهین نمیکنه، به دیگران تهمت نمیزنه، نمیگه آقای رجیوی ابنه ای بوده. عزیز من، شما هستی که مسیح رو نمیشناسی، و جالب اینجاست هنوز مسیح رو نشناخته میخوای به دیگران معرفی کنی. خب قربونت برم، شما مسیحی رو که معرفی میکنی این مسیح بدیه که داری خودت عمل میکنی؟ فعلا صبر کن، مسیح رو مطالعه کن. من برای شما نوشتم آقا مسیح منم، مسیح منم. شما خدا رو باور داری؟ خدا قبل از برنامه با من تماس گرفت از طریق فیسبوک، گفت سوربی امروز اعلام کن که تو مسیح هستی. مگه مسیح نگفته من زنده میشم؟ خدا مسیح رو در من زنده کرده. حالا شما به عنوان یه مسیحی منتظر چه کسی هستی؟ که موهاش بلوند باشه، چشمش آبی باشه، انگلیسی صحبت کنه، کسی که تو بطلهام دنیا اومده؟ منتظر کی هستی؟ چه کسی اگه بیاد بگی من مسیحا هستم و ظهور کردم شما قبولش میکنی؟ هر دوست عزیز، من اومدم یه ویدیو گذاشتم صحبتای ترامپ که همه جا رو میگه جنگ و میخوام نابود کنم و بزنم و فلان، صحبت روحانی رو هم گذاشتم. شما میای یه عکسی میذاری زیرش مال شمر و یزید و امام حسین، این درست نیست. مثل این که توی مراسم ختم پدر من چون در بازه شما میبینی همه نشستن، بعد بیای از اونجا فحش بدی و بری. آقا مشکلی با من داری؟ که نداری، من که میدونم شما همش چپ و راست مینویسی سور بی دوستت دارم، خیلی ممنون. شیرازی بنویس، بنویس دوستت میدارم. اوکی، پس چرا این کارو میکنی؟ من خودم برای خانم شایسته الهامی میخواستم بنویسم. خانم شایسته الهامی، شما وقتی یه چیزی رو پست میکنی بعد مسئول اونایی هم که میان اونجا چی مینویسن هست. مثلا اگه سوربی میاد مینویسه که خانم شایسته الهامی شما توی نوشته هاتون نوشتید که وقتی اوباما گفت ایران و اینجوری و فلان و پدرش در میاریم همه ازش پشتیبانی کردن، ولی وقتی ترامپ گفت، درست میگم، 78 کشور باهاش مخالفت کردن. خب منی که اینجا نشستم و هرچی نشون میدم با مدرکه از شما پرسیدم این آمار استاتیستیک میگه، این آماری که شما دارید میگید از کجاست؟ شما نوشتی صبر کنید 15 نمیدونم یا تو مجله فلان من مینویسم. شما اینجا نوشتی، باید اینجا پاسخ بدی. و خیلی خوشحالم که من تنها کسی نبودم که پرسیدم. بذارید اصلا صفحه ایشون نشون بدم. علی جان، به نظر من شما مخصوصا چون به عنوان نیو بورن کریستین داری تبلیغ میکنی، باید خیلی مواظب خودت باشی، خیلی جلو خودت بگیری. یعنی باید با اون کودک بد اخلاقی که تو وجودته دائم مبارزه کنی، دستشو بگیری ببندی بذاری یه جایی، به کسی فوش نده، اگه فوش داد بگی برو دهنتو با صابون بشور، تایم آوتش کنی، بگی برو 3 بشین تو خونه، 3 برو اصلا کاری به فیسبوک نداشته باش، تا بعد همه بگن بابا این عجب فرشته ایه، اصلا این خود مسیحه. شما نگاه کن، از ایران رفت ترکیه، حالا اومد آمریکا، آمریکا بالاخره مسیح رسید اینجا، علی آقای مسیحی. اینجوری بشین بابا جون، و الا شما هر کی هر چی می‌نویسه، هر عکسی، هر موزیکی، هر ویدیویی رو بذاری اونجا، اون وقت من مجبور میشم پاکش کنم، بعد شما دلخور میشی. شما جمعه بود برای من نوشته که آقا چرا پاکش میکنی؟ اوکی، you are not in all screen. What screen you mean؟ آها، توی برنامه چیز داری نگاه میکنی؟ چی کار کنم خدایا؟ چرا هستم دیگه؟ کجا شما داری نگاه میکنی؟ سعید جان بنویس که از کجا؟ اینجایی که من هستم توی اسکرین فیسبوک. فیسبوک دوچار اشکال شده بود، هم جمعه من تنها، هر کسی از فیسبوک لایو استفاده میکرد تصویرشو 90 درجه چرخونده بود. بعد یه اشکالایی هم هست دیگه، حالا عکس خوشگلیای من، جوونیای منو بذار اونجا، صدام هم اون پشت گوش کن. و نمیدونم منظور چیه، you are not on all screen not wild enough، you are not in all screen not wild enough، در نظر کافی وحشی نیستم. نمیدونم، شاید همین که اشکال داشت اینو بردم این ور اونور، شاید مال اون موقع نوشتید، من حالا دارم میخونم، ببخشید. بعض وقتا این ساری رانگ فوتو، اوکی، اب نداره. خب دوستان عزیز، اجازه بدید چون صحبت از خانم شایسته الهامی کردم، من یک آگهی مجانی هم برای ایشون نشون بدم، چون میدونید هر کسی بخواد یه مقاله‌ای
روی فیسبوک ما که بیش از 8900 نفر چیز داره بذاریم با 10 دلار بدن، ولی این دوستان چون ما هم ازشون یاد میگیریم، هم مقالهایی که نوشتن جالب توجه است و اینها ما نشون میدیم و خیلی هم خوشحال هستیم. ضمن این که من همونجوری که به دوستان دیگه میگم، خب شما که میگین ترامپ قانونمند نی، اوباما قانونمند نیست، کلینتون قانونمند نیست، خب خود شما قانون فیسبوک رو رعایت نمی‌کنید. قانون فیسبوک برگ و گل و چمن و کیک و اینا رو میتونید نشون بدید، ولی قانونش اینه که شما عکس خودتون رو و اسم خودتون رو کامل بنویسید. در هر صورت ایشون نوشته کره شمالی را فراموش کنید، ترامپ دید با کره شمالی نمیتونه درگیر بشه، هوا پس داره ضایع میشه، حالا گیر داده به بازیکنان سیاه‌پوست. خب همین نوشته شما با نوشته قبلیتون ضد و نقیضه. شما گفته بودید که جنرالای جنگخواه مینویسن میدن دست ترامپ، ترامپ هم میخونه. خب پس این ترامپ یه آدم احمق نادانیه. ببخشید یاد دوره شاه میفتیم که نوشت آقای نصر داد دستش، اونم گفت من صدای انقلاب شنیدم و اصلا دیدید دیگه پادشاهیش منقرض شد. خب کسی که اینجوریه، این که میگم من خودمم، من دولت هرچی میگم عمل میکنم، تا حالا دیدیم هرچی گفته عمل نکرده و این کاری هم که میکنه. بله شما درست میگید، برای این که نظرات رو از مشکلاتی که داره منحرف کنه به جای دیگه، میاد هر روزی یه چیزی میگه توی جمع آلاباما. آلاباما میدونید وقتی سناتورش اون جف سشن بوده، کسی که هنوز باور داره سیاها رو باید لینچ به دیوار به درخت آویزون کنن، اعدام کنن، معلومه که اونجا که میره توی جمعی که آمدن، بعد ببینیم چی میگه. خیلی ممنون، مرسی علی ترابی عزیز، برو تو آینه یک ماچ گنده روی قپت بکن. از طرف من قپ و لپ یکیه. علی نوشته که سوربی جان حق با شماست، من خودم را اصلاح میکنم. ببینید شما اون روز به آقای مجید گفته بودید حالت خرابه، آقا شما که دکتر نیستی، ولش کن. من میدونم شما اون آقای سلامی یا اون آقای معلمی که تو شیراز بود میومد شعر میگفت، اونم دیوونه شده بود یادت باشه، شعر میگفت و بین اون میگفت نمیدونم دوزار بده کازو، دوزار بده بادام، نمیدونم آب بریز روش فلان اینا. ولی ما دیگه گذشتیم از اون سن سال. الان شما، من 61 سالمه، شما احتمالاً 64 سال 65 سالت هست، دیگه از اون گذشتیم، با تغییر رو تو خودمون نشون بدیم. من اینجا برای خانم الهامی نوشتم که دوست گرامی خانم الهامی، من از نوشته‌های شما همیشه یاد گرفته و میگیرم، متاسفانه جدیداً کاملاً گیج شدم. شما هر وقت ترامپ کاری غلط انجام میده مینویسید بهش گفتن یا برش نوشتن. پس این ترامپی که قرار بود خودش باشه کجاست؟ من امروز در برنامه این پرسش را مطرح میکنم، شما اگر لطف کنید جواب بدهید ممنون میشوم. شادزی، ایشون لطف کردن جواب دادن. دوستان جواب خانم شایسته الهامی رو شما بخونید، بعد برای من بنویسید حق با ایشونه یا حق با منه. یه مقاله ای رو که امروز شما که نمیخواید خدای نکرده مثل حقا بشی، سوربی ازت دعوت کنه بیا تو تلویزیون بگی آقا دکترات کجا گرفتی، بگید برو آدرس کوچه علی چپ یا آدرس عوضی بدی یا نخودسیا بگی برو 28 ساعت برنامه های سعید شمیرانی رو نگاه کن، من تو اون گفتم دکترامو از کجا گرفتم. به جای 4 تا جمله شما میتونستی بگی من دکترامو از سوربن گرفتم، دکترامو از دانشگاه آریا مهر ایران گرفتم، دکترامو از اونجا گرفتم. ببینید دوست ما که نویسنده هست چی نوشته. سلام دوست ارجمند آقای سوربی، لطفاً صبر کنید تا مقاله اول ماه را برای شما بفرستم، بعدن من اعتقاد دارم که آمدم. آه پس من باید امروز که یه چیزی میخونم تو فیسبوک برای شما مینویسم این کجا بوده، شما میگی اول ما. اون یه دوست دیگه‌مون میگه که 3 ماه دیگه فصلنامه فلان چاپ میشه، اون یکی دیگه میگه برنامه هفته آینده، بعد من باید اینجا یک کلندر یا یه تقویم بنویسم که بله مثلا این چیزی رو که خانم شایسته الهامی گفته اول ماه بخونم، اون چیزی رو که حسن علی گفته 15 پیدا کنم. این درست نیست عزیزم، همینجا شما می‌نویسید، همینجا هم جواب میدید، یا صبر میکنید اول ماه پستش میکنید، نصبش میکنید، ما هم اول ماه میایم رأی میدیم، نظرمونو میگیم. اجازه بدید من این رو ببینم درست، چرا من اینجا کوچیکش میکنم اونجا درست پیدا نمیشه. سلکت اریا، ای خدایا این حذیت میکنه، این کامپیوتر ما پیر شده مثل خود من.
دوستان هم که اول ماه میاد، دوم ماه میشه، ایرانی، آمریکایی، کسی حمایت نمیکنه. بله، نوشتن که صبر کنید اول ماه براتون میفرستم. چشم. من اعتقاد دارم که آمدن ترامپ بهترین موقعیت بوده برای کل دنیا و بدترین برای آمریکایی‌ها. خب خانم گرامی، منی که تو آمریکا زندگی میکنم، من باید خوشحال باشم که الان ما بدترین موقعیت تو آمریکا داریم به این دلیل که الان بهترین موقعیت شده برای دنیا؟ چه حاصلی داره؟ شما به من بگید چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ اینی که اومده آمریکا را هم داره خراب میکنه و بد شده برای آمریکا و برای دنیا، بهتر چه بهترینی شده برای دنیا؟ توی آلمان دیروز فار رایت یعنی تندروها اومدن، اونها هم به اصطلاح جا گرفتن و از این به بعد باید یه چیزی مثل، یعنی ببینید درست اون کاری که آقای بن لادن میخواست و موقعی که زنده بود نتونست انجام بده، این دوستان الان دارن برای بن لادن مرده انجام میدن. اون میخواست مسلمان ها نتونن به راحتی از اسلام و از اون فشارهای مذهبی فرار کنن برن کشورهای دیگه، ترامپ داره این کار براشون انجام میده، راهشون میبنده. اون میخواست مسلمان ها نتونن برن کشورهای اروپایی و آزادانه زندگی کنن، کشورهای اروپایی الان دارن این کار براشون انجام میدن. پس حقیقتا ما به بن لادن رأی دادیم نه ترامپ، به بن لادن رأی دادیم نه فار رایت توی جرمنی. ضمن ممنونم از آقای شهرام ایران بومی، از دکتر شهرام ایران بومی از آلمان که پیام گذاشتن دیروز بعد از انتخابات و من پیامشون در برنامه پخش میکنم. فعلا اینجا هستیم، بذارید اینو بخونم که حالا دوستان میگن آقا بخون دیگه، ما اینقدر صبر کردیم. بله، مردم دنیا حالا که ترس از تجاوز آمریکا به خاطر بردن دموکراسی آمریکا وجود ندارد، میتوانند با دیکتاتورهای خود خانم این چه حرفیه؟ این که میخواد همه دنیا رو ببره بزنه و بریزه، این که از احمدی نژاد بدتر میگه من همه چیز رو محو میکنم از رو کره زمین و همه جا رو میخواد دموکراسی ببره. خب حالا لابد یه عده هم با شما موافقن، ابن نداره. زمان اوباما این موقعیت پیدا نشد. مردم آمریکا در زمان اوباما با فریبکاری های او جرأت مخالفت نداشتند و او تمام جنبش ها را به راحتی از جنبش اشغال وال استریت در آمریکا گرفته جا جنبش های کشورهای خاورمیانه را از میان برد. ولی با آمدن ترامپ مردم دنیا دارن سیاست های تجاوزکاره آمریکا را میبینه. من فکر میکنم یه اشکال شما اینه که شما بکنفورد سویچ میکنید بین مردم آمریکا و مردم دنیا. شما به من بگید مردم آمریکا که در دوره اوباما نتونستن جنبش وال استریت رو به هدفش برسونن، امروز میتونن صحبت کنن؟ امروزی که ترامپ میگه اگر دارن سرود میخونن و تو بازیکن هستی نشستی باید بندازنت بیرون، حتی فوش مادر بهشون میده. خب شاید یه چیز شما میدونی من نمیدونم، لطف کنید برای ما بگید. آها میدونم، باید صبر کنیم تا 15 ماه دیگه. به نظر من استفاده شما از فیسبوک استفاده صحیح نیست. این نظر منه دوستان، میتونید نظر بدید، میتونید بگید آقا فلان تلویزیون استفاده صحیحی از فیسبوک نمیکنه. اونی که میاد میگه آقا اینجوری بمب بسازید داره برعکس قوانین فیسبوک کار انجام میده. البته الان خود فیسبوک خیلی سرش تو خمره رنگی کرده به خاطر آگهی هایی که از راشا گرفته. و یه چیز جالب براتون بگم، همین امروز داشتن دربارش صحبت میکردن، یادتونه موقع انتخابات ترامپ همون آقایی که اولین کسی بود که اخراجش کردن، جنرال فلین، که الان پسرش هم میخوان بگیرن و اینها، این هر وقت اسم اصلا این لاکر اپ از اونجا اومد، وقتی گفتن که هیلری کلینتون از سیستم های ایمیل شخصی استفاده کرده برای کارهای دولتی زمانی که به اصطلاح وزیر امور خارجه بوده، این آقا یه دفعه گفت لاکر اپ. لاکر اپ یعنی دستبند بزنیم به دستش و بندازینش زندان. اینو شما داشته باشید، فکر میکنید چی؟ امروز آقای جرد کوشنر یا از دیروز تالا سر صدا است که این وقت میدونید این یه مقام نداره ها، این از بالا تا پایین هر جا خالیه ترامپ گفته جرد کوشنر وزیر نمیدونم صلح فلان، جرد کوشنر وزیر امور بررسی فلان، جرد کوشنر. این آقا اومده از ایمیل شخصی خودش برای کارهای دولتی استفاده کرده.
ببینید حالا شما میگی اون روز مردم آمریکا نمیتونستن برای اوباما کاری انجام بدن، ولی الان مردم دنیا چه حرکتی رو شما میشناسید که الان راه افتاده و میخواد این صادرات دموکراسی به کشورهای دیگر ممنوع کنه؟ تعداد خود شما مقاله رو نوشتین افغانستان که میگم من جنگو تموم میکنم همه رو برمیگردونم فلان اینا، دیدید که دوباره نیرو فرستاده، دوباره اینجوری. الان یه فیلمی هست به نام اون توی ایران یادتونه مینوشتن لژیون، من همیشه میگفتم این لژیون چیه، اینجا بهش میگن لژیون، لژیون آف برادرز، یعنی لژیون برادرها. اینایی که رفتن جنگ افغانستان توی سی ان ان یه ریپورتی داره، یک گزارش مستند داره میذاره، برید ببینید که اینا که رفتن اونجا چه به سرشون میاد. میگه مثلا من شب که میخوابم یاد اون موقع میافتیم که رفتیم یه جایی دنبال یه تروریست، لگد زدیم، تیراندازی کردیم، بعد دیدیم مثلا 6 تا بچه اونجا خوابیدن، اصلا مردا نیستن، مردا فرار کردن رفتن تو کوه و به اصطلاح بیابون، حالا یا واقعا تروریست بودن یا اگرم نبودن از ترس اینکه ما مردا رو میکشیم رفتن، ما زدیم زن و بچه‌ها رو کشتیم. اوضاع خیلی خرابه. امیدوارم من اشتباه کنم، امیدوارم شما درست بگید، امیدوارم مجید افراخته اشتباه کنه، آقای علی ترابی امیدوارم شما درست بگید، ولی عزیزم اینجوری نیست. همونجوری که دیدی در یونایتد نیشن ترامپ آمد و حمله کرد و بعدم دیدی وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه ایران چجوری صحبت کردن، شما باید پشت صحنه رو یه توجهی کنی، خیلی احساساتی نشی و زود یه چیزی رو ننویسی، یکم صبر کنید. مرسی. بله ایشون میگه که گفت که کره شمالی رو نابود میکنم، چه هیاهویی شده که به غلط کردن افتاده و از گوه خورده. کجام هیاهویی شده؟ کدوم هیاهو شده؟ وزیر ترژریش اومده میگه که همه چیا رو میزه، میگن خب حالا به کره شمالی حمله میکنیم یا نه، که مثلا نمیفهم چرا وزیر ترژری رو بیارن برای این. میگه که همه چی رو ترامپ تصمیم میگیره. وزیر امور خارجش میگه آقا این میگفته به ترامپ به کره حمله میکنیم، حمله میکنیم یا نه، میگه که بله همه چیز رو میزه. این کجاش این به گوه خوردن افتاده؟ کجاش؟ چی شما میبینی که ما نمیبینیم؟ اینا رو برای ما نشون بدید، ولی نه اینکه بنویسید وقتی ما سوال میکنیم شما بگید حالا 15 روز دیگه من مینویسم. آقا امیدوارم بعدتون نیاد. لژیون به معنی دبو زده، دیو زده، ترجمه شده دیو زده، دیو زده، نمیدونم. در صورت بعضی وقتا این ترجمه ها و اینا با اون چیزی که اونا میگفتن درست نیست. خب حالا گفت که اگه ایب و ایرادا رو گفتی حسناشون هم بگو. خانم شایسته الهامی عکسای جالبی میذاره، ویدیوی جالبی میذاره. مثلا یکی از ویدیوها ویدیوی برنی سندرز بود که دیروز من اون رو هم شیر کردم روی برای چیز، و برای من خیلی جالب بود. معمولا تو این مراسم فارغ التحصیلی و اینها کسی 50 دقیقه و اینها صحبت نمیکنه، ولی انقدر صحبت های این جالب بود و بچه ها نشسته بودن گوش میدادن تو اون دانشگاه که 55 دقیقه این صحبت کرده بود. اونم میتونید ببینید و اینم یکی دیگه از عکسای جالبیه که این حکایت امروز آمریکاست. میگه این فوتبالیسته گداب کیپرنیک، این میگه که تماشاچیا و مردمی که روی فیسبوک و اینها هستن بهش فریاد میزنن بلند شو وایسا، خیلیا مردن، از بین رفتن، کشته شدن، که تو اینجا وایسی و احترام بذاری به پرچم. جالب اینجاست که اونایی که کشته شدن حالا یا روحشون یا هر چیه، میگن که actually we died for his right، حقیقتا ما برای حق آزادی، حق صحبت این، حق انتخاب این کشته شدیم و این حق داره بشینه زانو بزنه، دستاشو قف کنه. و دیدید که دیروز بازی NFL در لندن یه عده نشستن، یه عده دیگه دست در دست قلاب، یه عده مشت ها رو به هوا بردن، و حتی اون کسی که سرود ملی آمریکا رو خوند وقتی سرود تموم شد اون هم زانو زد به نشان مخالفت با ترامپ، چون ترامپ اگر ولش کنیم. دیدید به اونایی که اومدن تبلیغ هیتلر و نازی ها و اینا رو میکرد گفت they are good people، اینا آدم های خوبی هن.
به فوتبالیستی که میگه آقا هنوز تو هنوز بچه های 16 ساله 15 ساله سیار چپ و راست کشته میشن و شما پلیس ها رو هی آزاد میکنی، میگه اینو بندازید بیرون، این خیلی پول داره، اینا چرا این پولا رو جمع کردن؟ این بدبخت اصلا عقده داره. اونجا برید ببینید، اونجایی که تو آلاباما میگه اینا باید این مادر فلان رو بندازن بیرون فایرش کنن، بعد یکم سعی میکنه میگه فایر هیم. یه بازی این را انداخته تو تلویزیون، اسمش همین نمیدونم اپیرنس چه چیزی بود که یعنی اینایی که میاری سر یه کاری باید میکن بعد میکننش بیرون فلان، یه چیز مسخره ای، ولی اتفاقا ریتینگ خوبی داشت، بالایی داشت، خیلی هم ناراحت شده بود که چرا تو امی بهش جایزه ندادن اینها. این مردک الان چی میگم حل و فصل مسائل دنیا رو با بازی تیوی اشتباه گرفته. این از این. بله که حالا من نوشته ای رو که حقیقتا باید اون رو زیر این مینوشتم اینجا بود، شاید من تصویر اشتباهی نشون دادم. ببینید این بود، ایشون نوشتن زمانی که اوباما در سازمان ملل بر علیه ایران صحبت می کرد همه پشت اوباما بودن. این من گفتم آمارش کجاست که همه وقتی شما میگید یعنی 188 کشور دیگه پشت اوباما بودن. بعد نوشتید بعد از سخنرانی ترامپ 77 کشور پشت ایران قرار گرفتن. خب بگید اون چند تا، ببینید اون شما یه بار این برام مقایسه میکنید یه بار اون بار، باید بگید اون موقع 188 تا پشت اوباما بودن، الان 188 منهای 189 منهای 77 کنید، اینجوری بگید، نه یکیشو بگید اونایی که چی کردن، یکی مثل من حسابش خوب نیست. کجاست این آمار؟ من اینجوری نوشتم. و جالبه آقای کامران یا کامرون خانلر اونم نوشته این 77 کشور کدامن؟ چرا 187 کشور پشت ما قرار نگرفتن؟ لطفاً چگونگی حمایت و پشتیبانی این کشورها را توضیح بدید. ایشون برای اون آقا نوشته که دوست عزیز، وقتی تمام کشورها پشت اوباما و آمریکا قرار بگیرند معنیش این است که اگر آمریکا بخواهد تحریم کند میتواند، اگر بخواهد تجاوز کند میتواند. این در مورد کشور عراق و لیبی اتفاق افتاد و به نابودی کشیده شدند. یعنی شما داری برای ما تفسیر میکنی و الا این شماره و ارقام درست نیست. شما دارید تفسیر میکنید که اگر نورد کوریا رو خواستن تحریم کنند و تحریم عملی شد معنیش اینه که 188 کشور موافقن. نه عزیزم، معنیش اینه که کشورهای قدر قدرت موافقن و اون کشورهای بدبخت و کورکچلا و نمیدونم جامائیکا و نیجریه و اینها، اونها اونجا هیچ کاره هستن، اونجا مگسانن دور شیرینی. و شما اگر حقیقت رو بگید دیگه احتیاج به تفسیر نداره. شما قشنگ بنویس از اوباما اینقدر کشور حمایت کردن چون با دستشون ببرن بالا با رأی گیری کنن، قشنگ نشون میده. بعدم یا ویتو میکنن این 5 تا کشور 6 تا کشور قدر قدرت یا هر چیز دیگه. در صورت من برای ایشون نوشتم که very interesting، خیلی جالبه، would you please send me the link showing these statistics. نوشتم که آیا امکان داره یه لینکی به من بفرستید که من این آمار رو ببینم، 77 و 187. بعدم نوشتم فردا من در این باره صحبت میکنم. ایشون دوباره اینجا هم نوشتن سلام، مقاله اول ماه را الان به نشریه پیوند فرستادم، در هر صورت برایتان میفرستم که ببینید اوباما با فریبکاری چقدر به دنیا و آمریکا ضرر زد. منتظر مقاله ایشون و احتمالاً اگر بخوان صحبتی هم کنن درباره این گفته های من یا حتی زیر فیسبوک، الان چون تو فیسبوک دارم صحبت میکنم، نظرات ایشون خواهیم بود. ممنون و متشکر به خاطر چیزایی که به ما یاد دادن. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دوستمون که از خلیج فارس نمیخوان فعلا اسمشون گفته بشه خواهیم بود. برنامه 21 عقل بشر رو براتون پخش میکنیم. ساعت 3:30 با آقای چمنارا یه صحبتی میکنیم و بعد از برنامه خودم ویدیو یه ساعته ایشون رو پخش میکنیم، چون آقای پتیک یه سوالی کرده بود درباره نیروگاه ها و وقتی من این رو برای آقای چمنارا فرستادم آقای چمنارا هم جواب دادن هم
گفتیم اگه بشه در این باره صحبت کنن که شما هم اگه براتون اشکالی پیش اومده، این نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، آب، اینها، میدونید که بشر در طی زندگیش از آب آسیاب درست کرده، از باد آسیاب درست کرده، از باد برق گرفته. همینجا یک دیلرشیپی هست، هوندا نوشته که مثلا یه چیز زده، یه ستونی و بالاش هم یه چیز میچرخونه. کالیفرنیا هستن، خیلی اونجا هست که اتفاقا گفتن یکی از اشکالاش اینه که این صدایی که ایجاد میکنه و ممکنه من شما نشنویم، خیلی از حیوانا این صدا گوششون رو اذیت میکنه و باعث شده که نسلشون در حال انقراض باشه. در هر صورت این صحبت ساعت 3:30 با آقای سهراب چمنارا خواهیم بود. دوستان عزیز، بازم من از شما خواهش میکنم وقتی که یه چیزی رو ما مینویسیم، یه چیزی رو پست میکنیم، میگیم، شما درباره اون موضوعی که ما گفتیم، اینجا نوشتن لژیون به معنی دیوزده ترجمه شده، به نظر من ریاست جمهوری خود رأی نیست، مشاوران و طبق نظر اکثر ملتش حرکت میکند مثل ترامپ. عزیز من، شما یعنی میگی چی؟ یعنی ترامپ هیچ کار است، مشاورش همه کار هستن؟ این که همین ایرادار از دیگران میگرفت، میگو اینها آدمای خودفروخته ای هستن، اینا اون کسی که پول داده رئیس جمهور بشه یا اون کسی که بیشتر بلده به حرف اون گوش میکنن، ولی من میبینی من برم توی چیز حرف هیچ کار گوش نمیکنم، حرف خودم. شما یا اونو قبول دارید، اگه اونو قبول دارید امروز دیگه تفسیر نکن علی جان، یا اینه یا رأی مردم. این از چه کسی رأی گرفته که بره تو آلاباما به فوتبالیسته بگه مادر فلان سناب بچ؟ البته مادر اونم نوشت که من امروز یک بچ مفتخر هستم. بچ زن فاحشه. اون گفت که من امروز یک زن فاحشه مفتخر هستم. چه فوشی از این بدتر برای ترامپ؟ آقای ترامپ کجا رأی گیری میکنه؟ تو توالت صبح نشسته برای شما و من چیز میکنه، توییتر میزنه، 2 ساعت دیگه حرفش عوض میکنه، 3 ساعت دیگه حرفش عوض میکنه. شما مگه نگفتن هیلری کلینتون لاک اپ؟ الان برو تو توییترش بنویس آقای ترامپ لاک اپ، لاک هیم اپ، بگو حالا برو جردو بگیر بنداز توی چیز سیستم خصوصی خودش رو که سکیوریتی نداره ورشته استفاده کرده برای چیزای دولتی. عزیز من، این آقای یه آدم عقده‌ای، یه آدم لوس، یه آدم نونور، یه آدمی که هیچ وقت اشکالی تو زندگیش نبوده. شما نبودی اینجا، من بودم، این رو ما شاهدش بودیم. وقتی داشت ورشکست میشد، حتی موقعی که داشت ورشکست میشد به اون دوستایی که بهش پول قرض نمیدادن فوش میداد، تهدیدشون میکرد، میگفت حالا شما ببینید وقتی که من برگشتم پدرتون رو در میارم. چی کار کرد؟ چون هیچ بانکی بهش پول نمیداد رفت آویزون شد به روسیه. چرا امروز تکسشو به شما نشون نمیده؟ مگه نگو من تکسمو بعدن بهتون نشون میدم؟ چرا نشون نمیده؟ قرار شد شما مسیحی خوبی باشی، اول اینا رو زیر سوال ببری. این آقا میگه من مسیحیم. کدوم مسیحی خوب اینقدر اسلحه میسازه؟ کدوم مسیحی خوب اینقدر حمله میکنه به دیگر کشورها؟ ببینیم که چی میگه. اوکی، اینم از این. آرایت، وایلد نات وایلد. آه اوکی، خدا خفت نکنه تا خودم خفت کنم. میگه که منظور من، ببینید چقدر فرق میکنه، کلمه وایلد یعنی پهن، ایشون نوشته وایلد یعنی وحشی، بعد میگه که وایلد نیست. نه من میدونم، بیا الان بعد نشون میدم. داری از فیسبوک نگاه میکنی، ببین من اگه اینو موف کنم این ور میاد این ور، اگه بیارمش وسط میاد این و. ما الان چند مدت گفتیم بابا پول بفرسین $800 $700 $1000 تا ما یه دوربین 19 به 6 6 به 19 دیگه یادم رفته اعدادم، در اصل 4 به 3 بود، حالا بعد 19 به 12 یا 6 یادم رفت. اینم از این ماجرا. خب برگردیم به صحبت‌های خانم ماندانا که گفتن که یه جایی یک عکسی گذاشته بودن، عکس فرخزاد بوده، دهن گشاد و مردم توپ می‌زدن داخلش. اینجا دیدید که مثلا شهردار شهر رو میارن میشونن روی سطل خیلی بزرگی و بچه‌ها یه چیزی میزنن به یک دارت یا به یک تارگت یا به یک هدف، اگه خورد به هدف این شهرداره میفته تو آب و منظورش اینه که اون روز $200 $1000 جمع کنه برای یه خیریه چیزی. ولی هفته پیش همین آقای جان الیور
که کمدین انگلیسی است، خیلی معروف شده، الان دو تا جایزه امی گرفت و اینها. هفته پیش راجع به یه قطاری صحبت میکنن، این قطارها که بچه‌ها تو خونه می‌بندن و اینها، بعد یه استیشن رادیویی رو مسخره کرد و بعد گفت این چیه شما نشون میدید، من این بزرگترش ساختم بهتون هدیه میدم. به اینا که هدیه داد اونا قبول نکردن و اینجا و اونجا و اینها، بعد قرار شده بره توی موزه‌ای. وقتی گذاشتنش تو موزه، اونجایی که این قطار میره تو تونل، اونجایی که قطار میره تو تونل، عکس جان آلیور رو گذاشتن با اون دهن گشادش که این قطار میره توی دهنش. یه عکس اینجوری من یه جایی دیدم نوشته بود که یعنی مردم که میرفتن با ماشین تو تونل، ببخشید اینجوری دیگه واضح صحبت میکنیم، میگفتن وقتی میخوای بری تو کاپوت داشته باش، کاندوم داشته باش، تبلیغ کاندوم بود. اینم از این. خانم لیلای عزیز خیلی ممنون که اینجا هستید و شما هم اگه نظری دارید میتونید با شماره تلفن 202 بذارید، این شماره تلفن رو براتون بذارم، 202-695-2573 پیام بذارید. اگر 3 دقیقه کافی نیست دوبار 6 دقیقه، ولی به نظر من اگر بخواید خودتون رو به اصطلاح محدود کنین به 3 دقیقه، گفتارتون میشه کوتاه، مفید، مختصر و ما هم اینجا دیگه مشکلی نداریم. باور کنید من برای نیم ساعت رفتم که این زمان این 3 دقیقه رو بیارم روی 5 دقیقه، ولی از این صفحه به اون صفحه، از این صفحه به اون صفحه، که آخرش از این تلفن استفاده کردم. بذار من اینا بذارم روی چارجرش که بعد یادمون نره یه وقت که لازمش داریم کار نکنه. و اما بله، من فکر میکنم طبق نوشته های خانم شایسته الهامی، طبق گفته های آقای علی ترابی، دوستانی که حالا یا طرفدارن یا خوشحالن که ترامپ انتخاب شده، دیگه قبول کردن که این دو شخصیتی و چند شخصیتیه. حتی خود تلویزیون میگه ما امروز که این داره میاد اینجا صحبت میکنه نمیدونیم ترامپ حقیقی میاد یا ترامپی که به قول خانم شایسته الهامی نوشته گذاشتن جلوش. ولی این گفت که من مثل اونای دیگه نیستم، هرچی گذاشتن جلوام بگم. پس دروغ گفته. شما از امروز سعی کنید این اولش، اتفاقا اینجا قشنگ نوشته، نوشته روزی که گفت من با ایران فلان، من ازش متنفر شده، ولی اینو توضیح بدید که یک کسی که مثل من نادانه اشتباه نکنه که شما طرفدار ترامپ هستید. و بازم برای من توضیح بدید چگونه فکر میکنید مردم دنیا میتونن جلو ترامپ وایسن. یا شاید اینم مثل حکومت جمهوری اسلامی که نتونست مردم فقیر رو پولدار کنه و در عوض اومد مردمی رو که نسبتاً در به اصطلاح متوسط بودن، طبقه متوسط جامعه بودن، اونا رو فقیر کرد. شاید شما هم خوشحالید که حالا که این آمریکا هم اینجوری شده، حالا که آمریکا هم نمیشه حرف زد، حالا که آمریکا هم نمیشه اعتراض کرد. اینجا چند سال پیش میومدن روی پله‌های کپیتال یا مجلس پرچم آمریکا رو آتیش می‌زدن، چون این کاری که میکنه بعد یه دوربین اونجا نگاه میکنه، بعد بهش میگه آقا چرا پرچم آمریکا رو آتیش میزنی؟ میگه برای که این آمریکایی نیست که من اومدم اینجا، این آمریکایی نیست که من براش رفتم ویتنام، این آمریکایی نیست که من پدرم رفته براش کره. و یه کسی به دادش میرسه، ولی امروز این میگه نطق نکشید. وقت اونایی که میان میزنن یه دختر جوونی رو میکشن، میگه اونا آدمای خوبی ان. ای داده بیدار. بله، من از یکی از دوستان خواهش کردم که تو برنامه باشه و چون جوابی نداد، حالا بذارید من نگم کی هست و کجا هست، ولی یه چیز جالبه، آقای چمنارا باور دارن سال 2020 ما ایران عوض میشه و وضع درست میشه و اینها. این دوستمون نوشته بود که بذارید عکس رو پیدا کنم، از روی عکس بخونم که اشتباهی نشه. ایشون نوشته بود تضمین میکنم تا 15 سال دیگه. بله، نوشته من تضمین میکنم که تا 15 سال آینده چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت. آخه تضمین چجوری میکنید؟ و تضمین شما به درد پای کوزه میگه برو بذار پای کوزه آبشو بخور، مثل که برای دعا نویسا اینو میگفتن، چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت. این یکی از برنامه گذارهای تلویزیونی ها. و خیلی جالبه وقتی میرید توی فیسبوکش نمیگه امروز کجا کار میکنه، همش میگه من قبلا اونجا کار میکردم، قبلا اونجا کار میکردم، آقا حالا بنویس بغل دست داییم کار میکنم دیگه، ما همه میفهمیم که بیکاری و از یه جای حقوق میگیری. چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت، با دموکراسی باید قانون رسمیت زبان فارسی را حذف کرد،
با کوروش و پاسارگاد نمیتوان از تجزیه ایران جلوگیری کرد، باید آماده باشید برای استقلال کردستان، بلوچستان و عربستان در ایران. تکرار واژه ملی ضد دموکراتیک است و باید حذف بشود. من با خیلی از چیزی که ایشون گفت موافقم، ولی با اون قسمتی که تضمین میکنه، آقا تو چجوری تضمین میکنی؟ تو بیا اینجا، تو من جلو مردم ثابت کنم به شما وقتی اومدی آمریکا با همسرت بودی که ملت به ما زنگ میزدن میگفتن آقا با این که مصاحبه میکنی این زنش رو زده فلان بیسار اینا، گفتیم به ما چون مشکلات خودش و خانوادهش و دادگاه هست. الان دیگه نمیدونم، بعد با یه دوست دختری بودی، بعد پول ما برات کمک میگرفتیم از بیننده هامون برای دانشگاه، تو یه نفر آدم رو خودت تو آمریکا که سرزمین اپورتونیتی و فرصت ها هست نمیتونی بچرخونی، حالا برای ما شدی پیشگو 15 سال آینده رو میگی؟ شاید چون پدرت ملا هست و آخوند هست و فالگیره، بله شاید شما هم صفحه رو باز میکنی و فال میگیری برای مردم، از این به اصطلاح فالگیری پول میسازی. دوستان اگر به فالگیری اعتقاد دارید، ما میتونیم فالگیری رو اینجا راه بندازیم. دلیلی هم که میتونیم راه بندازیم اینه که شما 5 دلار 10 دلار بدی، ما برای یا با شاهنامه یا با حافظ یا با یه ورقی چیزی فال بگیریم. حسنش اینه که دیگه شما نیستی نزدیک ما بزنی تو گوشمون. ماجراشو میدونید که یه نفر ادعا میکرده که پیش بینی میکنه چنین و چنان، بازارش خیلی گرم میشه، مردم میرن هی پول میدن، آقا من مریضم، میگه شما 2 سال دیگه خوب میشی، اون میگه آقا من بیکارم، میگه شما 6 ماه دیگه کار میگیری، اون میگه من زنم ازم جدا شده، میگه برمیگرده بهت فلان بیسار اینا. یه خبرنگاری با دوربین زنگ میزنه بهش میگه که من میخوام بیام هم فالمو بگیری هم یه گزارش تهیه کنم. این احمقم میگه باشه. این وقتی میرسه اونجا پولشو میده، بعد میگه حالا فال منو بگیر. بعد تا این میخواد فال بگیره میگه صبر کن. شطرق میزنه تو گوشش. میگه مگه دیوونه شدی چرا میزنی تو گوش من؟ میگه آخه پوفیوز، من از دیروز تصمیم گرفته بودم بزنم تو گوش تو. تو چطور نتونستی فال خودتو ببینی؟ آینده خودتو ببینی؟ حالا این ماجرا این دوست ما شده. بچه سید، شما زندگی خودت یه نفرتون آمریکا نتونستی بچرخونی، آدم موفقی نبودی، کار نداری، و 15 سال کنم تضمین میکنی؟ شما شدی آقای رجوی هر سال تضمین میکنه. ماجرای رجوی و اسمای مختلفی که استفاده میکنن بیان اینجا، براتون گفتم سالها پیشم گفتم اینجا دو تا خانم به نام ماندانا و مریم سولتی آمدن تو تظاهرات، بعد دیدن دروغ گفتن اینها، اومدن به مردم گفتن مردم شمایی که آمدید اینجا فکر میکنید برای حقوق بشره، این جلو اینا به عنوان طرفدارای مجاهدین دارن شما رو به اینا میفوشن. بعد مردم رفتن جدا شدن و من با آقای ترشیزی هم گفتم آقا نگاه کن این نوشته، ببینید مثلا یه سازمانیه. اولا نگاه کنید دوستان، این مجاهدینی که امروز اینجوری، ببخشید ما نمیگیم حالا از کجای آمریکا داره میخوره، ببینید وقتی که سپتامبر 11 شده، اونایی هم که اونجا بودن و میان صحبت میکنن میگن اونجا در اشرف بودن یا هر جایی که بودن شیرینی پخش میکردن چنین و چنان، و آقای رجبی هم گفته ببینید این قدرت اسلامه که آمریکا رو تو کشور خودش داره از بین میبره. اینو داشته باشید. حالا ببینید میرن جلو سازمان ملل که خب حق هر کسیه، ولی میرن جلو سازمان ملل از آمریکا میخوان که کمکشون کنه. بذار من ببینم این چی نوشتم. سازمان مجاهدین، بله اینو آقای عارف روح الفدا برای من فرستاده، اگه بتونم پیداش کنم. یه سازمانیه که برای آقای ترشیزی مینیسم آقا این سازمانه که مجاهدینه چرا اسم قلابی میده؟ بعد میگه نه این تو همه شهرها هستن. زدم تو شهر ویرجینیا یا تو ایالت ویرجینیا، دیدم خانم شیرین نریمان، که اتفاقا خانم شیرین نریمان تو این تلویزیون چندین برنامه داشته و ایشون یکی از اونایی که به اصطلاح افراد برگزار کننده مراسم مجاهدین و اینها در این منطقه، و برید ما ببینید همش داریم تبلیغ مجانی میکنیم. اینو میگم ما ببینید اینجا نوشته call for justice، یعنی بیاین بیرون فریاد بزنید برای عدالت. Stop execution in Iran، اعدام رو در ایران به اصطلاح خاتمه بدید. قبول داریم، فکر خوبیه، چیز خوبیه، ولی نگاه کنید ببینید چی میگه. میگه سپتامبر 20 2007، همون روزی که مجاهدین جلوه چیز هستن، آدرسی که میده و میگه بیاین و اینا همون جایی که مجاهدین هستن. این ماجرای زرد نوشتن و زرد پوشیدن و اینها هم همش برمیگرده به همون. اینه که آقای ترشیزی
مردم دیگه به مجاهدین اطمینان ندارن. خود من یه اشتباه کردم، برای که بلد نبودم صفحات فیسبوکم شد 12 تا، بعد دیدم تو این 400 تا دارم، تو اون 800 تا دارم، تو اون 1000 تا دارم، گفتم آقا چه کار باید بکنم. یاد گرفتم که یکی درست کنم که انلیمیتد باشه. اینی که درست کردم اونا دیگه نتونستن منو پیدا کنن. همین چند روز پیش یه خانم بیات، محبوبه بیات، نوشته بود آقای سوری من شما رو گم کردم. گفتم من به این گندگی گم کردید؟ بعد فهمیدم که تقصیر خود منه. سازمان مجاهدین خودش حتی همون 2000 تا طرفداری هم که داره تیکی تیکی کرده، امروز باید بره از نیجریه و از نمیدونم جامائیکا و اینها، نه اونجا، اینایی که تو نیویورک هستن بیان. دو تا پیام از آقای خسرو برنامه براتون پخش میکنم، ولی الان ساعت 3 هست، بریم صحبتای این دوستمون رو بشنویم از خلیج فارس، برنامه 21 و این هست. بعد پیام شما در تلویزیون مردم پلیر شماره 4 و این هم پیام ایشون. دو طرفه و یا چند طرفه بودن مغز یک بیماری اجتماعی آشیانه کرده در مغز است. برای شناسایی آشیانه گرایی عقل بشر با ما باشید. سلام و درودم را بپذیرید. یک تضاد بنیادی در آموزش و پرورش ما هست. این تضاد در آموزش معیارهای خوب در مدرسه و شاید خانه از یک طرف و تجربه واقعی و عملی زندگی از طرف دیگر است. در مدرسه به ما یاد می‌دهند راستگو باشیم تا عاقبت به خیر و رستگار و موفق شویم. در اغلب خانه‌ها همین گفتار را تکرار می‌کنند ولی در عمل انجام نمی‌دهند. از همان کودکی به آرامی درویی و تظاهر و چند رفتاری در مغز کودکان انباشته می‌شود. در بزرگی و فارغ التحصیل شدن و پا به صحنه اجتماع و کار گذاشتن کم کم در میابند جهت گشودن راه و موفقیت و به دست آوردن مقام و ثروت باید همرنگ جماعت شوند و معیارهای متفاوت و ضد و نقیض اجتماع را سرمش و برنامه کار قرار دهند. مثلا در هر ملاقات و فرصت میباید نسبت به رئیس مسئول و یا آن که کارشان پیشش گیر کرده اظهار تملق و چاپلوسی کنند، هرچند که در مغز نسبت به او احساسی مخالف داشته باشند. ریشه آمادگی به این رفتار از خانه شروع می شود. کودکان را مجبور به اظهار خوشرویی با نزدیکان و مهمانان می کنند، در حالی که کودک در احساسش از آن شخص یا اشخاص متنفر است. همانطور که بارها گفتم این سیستم در رفتار و کردار و پندار زائیده اوضاع اجتماعی و اقتصادی جاری است. به عبارتی دیگر انسان وضعی درست کرده که اینطوری چریده و چرخیده میچرد و میچرخد و میتوان عملا جز این را انتظار داشت. از این رو تمام کسانی که قدرت انجام این دروغی را بیشتر دارند به مقامی بالاتر میرسند. کافیست به خاطر داشته باشید برای مقامهای بالا کسی درخواست رونوشت مدرک اختصاص و یا دانش معین نمی کند. تکرار درخواست آقای سربی برای دیدن رونوشت دیپلم شاه یک تقاضایی است که برآورده شدنش چیزی را تغییر نمی‌دهد و فایده‌ای هم ندارد. در گفتارهای قبل با اشاره به روابط شاه و دکتر علی امینی اطلاعاتی بیان کردم. اگر در این گفتار باز مثالی از خودمان بیاورم، به علت انباشته‌های مغزی و نوع رابطه و احساسات نسبت به یک هم‌میهن و یا آشنا ممکن است موقعیت دور از انصاف پیش گیرید و نتوانید کلاه خود را قاضی کنید، زیرا احساسات مغز فعالیت انسان را از اندیشیدن راستین و تصمیم گرفتن صحیح و صادر کردن حکمی درست و منطقی منع می کند. بیایید شخصی معروف و نه ایرانی را زیر ذره بین ببریم. شاید بعد از آشنایی با او عقل ما حکمی صحیح نزدیک به واقعیت و با انصاف نسبت به این شخص صادر کند. پس از این تجربه شاید قدرت سنجش و تشخیص بهتری به دست آوریم. با اندیشه دیگر نسبت به شخصیت‌های آشنا تغییر رأی داده و صحیح‌تر حکم کنیم. شخص مورد نظر آقای محمد حسن انهیکر، روزنامه‌نگار معروف مصری است که در روز 17 فوریه سال 2016 درگذشت. آنچه در این گفتار به عرضتان می‌رسد شرح حالی واقعی است جهت وصف حقیقت تصور شخصیت و مقام آقای هیکل که به آن رسید و در مغزها ثبت گشته موجب تغییر دادن وقایع نشده.
فقط درباره نوشته ها و کارهایشان سخن خواهم گفت. در آغاز جوانی ایشان به عنوان خبرنگار سیار خاورمیانه روزنامه اخبار الیوم در سال 1329 در ایران به سر می برد. اخبار مسائل نفت و ملی کردنش را به روزنامه می فرستاد و بعد از آن اولین کتاب خود به عنوان ایران روی آتش فشان را منتشر ساخت. این کتاب بسیار خواننده یافت و ایشان را به شهرت رساند. فعالیت آقای هیکل پیروی از یک مثل عربی بود که ترجمه لفظیش این است: میداند از کجا شانه یا کتف خورده می شود. معنی و مقصود مثل این است: میداند چگونه راه خود را بیابد و به هدف برسد، یا به قول خودمان گریمش را از آب بکشد. بعد از انقلاب ارتش مصر علیه ملک فاروق، او با جمال عبدالناصر نزدیک شد. کتابش درباره ایران این نزدیکی را به بار آورد، زیرا رئیس جمهور مصر ملی کردن نفت توسط دکتر مصدق را در مصاحبه‌ای انگیزه و تشویق برای قیام علیه استعمار انگلیس بیان نمود. آقای هیکل اغلب سخنرانی‌های جمال عبدالناصر را می‌نوشت. اقدام‌های رئیس جمهور را چون یک انجام صحیح به خور مردم می‌داد. در روابط خارجی مصر تأثیر گذاشته و نامه‌های مقام ریاست با همتاهای خارجیش را می‌نگارید. با سردبیری روزنامه الاحرام و سپس وزیر اطلاعات و به مدت 2 هفته نیابت وزیر خارجه، یکی از شخصیت‌های برجسته مصر شد و پس از مرگ جمال عبدالناصر نامزد ریاست جمهوری بود. کسانی که با ایشان نزدیک و کار کرده‌اند، هوش و ذکاوت بیش از اندازه ایشان را ستوده‌اند. آقای هیکل هرگز گفتار و متن‌های خوانده شده یا شنیده شده و یا بیان کرده را فراموش نمی‌کرد. آقای هیکل متفاوت از دیگر سیاستمداران و صاحبان مقام نبود که دو فعل ضد و نقیض را در یک جا انجام می‌دهند، تغییر می‌کنند و دگرگون می‌شوند بدون اینکه به احساسند. تغییر وقایع تاریخی و اظهار بیانی دیگر از جریان‌ها را زرنگی می‌دانند. مثلا ایشان اقدام جمال عبدالناصر در ملی کردن اغلب کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و منابع ثروت پولداران را تحسین می‌کرد. با ستایش از رژیم سوسیالیستی از اصلاحات کشاورزی و تقسیم زمین مالکین به کشاورزان دفاع نمود. با این حال آقای جمال عبدالناصر یک ده را به ایشان بخشید، یعنی از مالکش گرفته ملی نمود و به ایشان تقدیم کرد. کسی که محروم کردن مالکین از زمین‌هایشان را اقدام ملی و خوب می‌خواند، خودش برعکس عمل و ملاق شد. با زیردستان درست مانند مالکین روح و جانشان رفتار می‌نمود. ستایش ایشان از سیاست عبدالناصر در تأسیس سیستم سوسیالیستی در مصر مانع میلیاردر شدن پسرش احمد نشد. در حالی که از عدالت و حکومت قانون سخن می گفت، جهت به دام انداختن و به زندان فرستادن رقبای خود مانند برادران امین، صاحبان روزنامه اخبار الیوم و کارفرمایان سابقش اقدام کرد. با تکیه بر روابط و دوستی و نزدیکی با رئیس جمهور، کسی تاب روبرویی با ایشان را نداشت. به دو روزنامه دیگر قاهره اجازه رقابت با الاحرام را نداد. پس از شکست مصر در جنگ 1967 و شیوع ناامیدی و خشم در میان ملت مصر، آقای هیکل جهت آرام کردن عموم با سفسطه و منطق تراشی نقش بسیار مؤثری بازی کرد. به جهت نزدیکی با رئیس جمهور در نوشته ها و گفتارهایش حقیقت را تغییر داده و موافق با دلخواه حاکم مصر به مردم تحمیل نمود. در دیکتاتور شدن جمال عبدالناصر حتما نقش مهمی بازی کرده، مانند همان رفتار و گفتاری که همه اطرافیان مقام اول در همه جا و تمام دوران انجام می‌دهند. کمی هم رفتار ایشان با ایران را زیر ذره بین ببریم. هنگامی که در ایران بود، به علت آشنایی با احمد شفیق، همسر مصری شاهزاده اشرف، به او نزدیک شد. در خاطراتش می‌نویسد اولین ملاقاتش با شاه بر سر میز نهار در خانه خواهرش اشرف صورت گرفت. یکی از خوردنی‌های روی میز خاویار بود. آقای هیکل وقتی برای اولین بار خاویار خورد، به علت ناآشنایی با بو و طرز خوردن در گلویش گیر کرده. شاه از او می‌خواهد به دستشویی رفته و خود را آسایش دهد. هنگام بازگشت شاه با دیپلماسی می‌گوید همه کسانی که خاویار را اولین بار می‌خورند همین طور می‌شوند.
از متن این نوشته خواننده اینطور میفهمد که ایشان از خاویار بدش آمده و دیگر بر لب نزدند. پس از بازگشت روابط ایران و مصر، آقای هیکل یکی از افراد معدودی بود که هر هفته بسته سرد خاویار توسط راننده سفارت ایران در قاهره به در آپارتمان ایشان میرسید. این بخشش وزارت خارجه شاهنشاهی تا قبل از جریان انقلاب ادامه داشت. آقای هیکل از دریافت هدیه کشوری که سالها به آن و رهبرش حمله های تبلیغاتی کرده بود امتناع نمی نمود. در مصاحبه‌ای که ایشان با شاه در سپتامبر 1976 انجام داد و بخشی از آن در گفتاری پیشین به عرض رسید، به طور غیر مستقیم با انتخاب کلمه‌های معین شاه و اقدام‌ها و اندیشه‌هایش را ستود. هنگامی که در سال 1982 کتاب توپهای آیت الله به عربی و یا بازگشت آیت الله به زبان انگلیسی را پیرامون انقلاب ایران نوشت، با استفاده از متن مصاحبه با شاه و شاخ و برگ دادن به آن شاه و رژیمش را مورد انتقاد قرار داد. یک نکته جالب از این کتاب توپهای آیت الله را برای تو نقل می کنم. آقای هیکل در نوول دو شاتو با آقای خمینی ملاقات کرد. در آنجا از ایشان می پرسد این چه جورش است؟ شما این همه وابستگان و پیروان به عقیده های سیاسی ضد و نقیض را در یک جا جمع کرده ای؟ آقای خمینی می فرمایند هر وقت خواستم می توانم کنارشان گذارم. ملاحظه می فرمایید جناب آیت الله در مقایسه با انقلابی های مبارز تحصیل کرده در بهترین دانشگاه ها چقدر باهوشتر، دوراندیشتر، نقشه کشتر و سیاست مدارتر بودند و چگونه برنامه هایشان را گام به گام اجرا کردند. وقتی روشن فکران کشوری کهنسال و پرتجربه این چنین ساده لوح باشند، نباید فریب خوردگی ملت را انتقاد کرد. خواننده این نوشته های آقای هیکل و مقایسهشان به این فکر می افتد که چقدر باید یک شخص ناقلا باشد که یک کالا را با دو محتوای مخالف در دو وقت به مغزها بفروشد و باز خریدار پیدا کند. در برداشت از مسائل اجتماعی ما این اقدام را زرنگی می دانیم، نه پستی و بدجنسی و آفریدکاری. این تغییر صفت در نوشته ها را می توان این تغییر صفت در نوشته ها را در بیشتر کتاب های ایشان و همه سیاستمداران می یابیم. مثلا یک حادثه را در کتاب به عنوان مدح و در کتاب دیگر همین حادثه را به شکل قدح، یعنی بدگویی و انتقاد به خور خواننده می دهند. ایشان به طوری منطقی و دور از متن و ثنای مستقیم تمام اقدام های رئیس جمهور مصر را تحسین می کرد. برای همه اقدام ها جنبه میهنی و ملی می تراشید. در مقاله هایش این کارها را خوب و درست و اوضاع مصر را چون بهترین تحلیل مردم می داد. نوشته های آقای هیکل به اندازه مهم شده بود که ناظرین سیاسی و خارجی برای پیشبینی اقدام بعدی جمال عبد الناصر این مقاله ها را به دقت بررسی و خط مشی مصر می شمردند. مصر عقب رو گشته و در اثر دیکتاتوری یک فرد راه سراشیبی می رفت، در حالی که هزاران زندانی سیاسی سالیان دراز در سیاهچال ها بودند. اوضاع کشاورزی و صنعتی از بین می رفت و در میدان جنگ بزرگترین شکست بر مصر اتفاق افتاد و بخشی از کشور به اشغال اسرائیل درآمد. با این حال هیکل درباره پیشرفت و استقلال و آزادی و درست بودن روش دولت قلم فرسایی می کرد. پس از مرگ جمال عبد الناصر، انور السادات جهت کسب محبوبیت زندانیان سیاسی را آزاد کرد. به علت طولانی بودن دوران بازداشت و بیخبری از هزاران زندانی و بستگانشان تصور مرده بودنشان را کرده و به فراموشی سپرده شده بودند. روزنامه‌نگاران مصری با انتقاد از نقش هیکل در سرپوش نهادن بر سامانی ها قدرت نگارش و باهوشی ایشان را می ستایند. با قلم فرسایی شمشیرکشی حکمران را به بهترین صورت ساده نمود. تصور نکنید آقای هیکل تنها شخص با این صفات و رفتار بوده و یا هست. وقتی شخصی وارد این گود شد، دو پهلو و شاید سه پهلو و چهار پهلو سخن گوید و بنویسد و رفتار کند، یا در اطراف خود شخصیت‌هایی با این صفات جمع کرده که هدفهایش را با این روش‌ها انجام دهند، می‌شود آنان را پلید خواند. بنابر اوضاع اجتماعی و سیاسی خلق شده بر این کره، افراد دیگر اندیش و نیک رفتار نمی توانند به این مقام ها رسیده و یا در آن بمانند. این دو سویی توسط خود شخص درک نمی شود
مثلا شاعری کربلایی پس از حمله وهابی ها و کشتار مردم کربلا در اوایل قرن 19 میلادی با نظم شعر و زنده کردن خاطره قربانیان شدن عزیزان مردم شهر خود را میگریان و با آنها همدردی میکرد. همین شاعر به شهر ریاض در صحرای عربستان رفته و در آنجا وهابی ها را مد و کشتار همشهری های خود را مظهر افتخار و پیروزیشان معرفی و در قصیده هایی مینظمید. در دو حال پول میگرفت. به دست آوردن ثروت در آسایش زیستن هدف و نتیجه است که این هزار چهره و نفاق‌گرایی را در اجتماع ساخت بشر جایز و ضروری می کند. امروز شاعری معاصر در عراق همین دو آشیانه ای را در دوران صدام و بعد از سرنگونیش در داخل و خارج انجام و ادامه داده است. منافع شخصی جهت اندوختن ثروت و بالا مقامی و تقویت اهرم افزایش این دو هدف و نگاه داریشان سبب چند رو شدن است. در تمام اجتماعهای انسانی و همینطور می باشد، افرادی که به مقام دست یافته و ثروت نمی اندوزند بسیار معدود می باشند. خلاصه این که تمام صاحبان مقام به ثروت می رسند. اجتماع انسان دست برد به ثروت عمومی و چپاولش را تقبیح نمی کند و بد نمی داند. برعکس، اگر کسی مقامی یا با جیب خالی کنار رفت، او را نادان، بی ارزه و یا غیر قابل اعتماد می‌خوانند. اگر در رویارویی از این دزدان انتقاد کردیم، پاسخشان این است که همه این کار را می‌کنند، چرا من نکنم؟ خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. این دروغی را اکنون ما با باز کردن صفحه‌های شخصیت‌ها در اینترنت و یوتیوب می‌بینیم که در جاها و زمان‌های مختلف سخنانی ضد و نقیض گفتند و هوشمندانی آن صحنه ها را در یک جا جمع کرده و به اطلاعمون میرسانند. این دو طرفگی و یا بیشتر را مردم به علت بی‌دقت بودن تشخیص نداده و به زودی فراموش میکنند. انباشته های مغز و آشیانه کردنش مانع قبول کردن دیگر جهت های حقیقت میشود. به سادگی میافتند در تله و یا تور این تشنه و گرسنگان مقام و پول. به علت کمبود این درک و یا فهم ملت ها همیشه و به علت کمبود این درک و یا فهم ملت ها همیشه فریب خوردن و پس از شنیدن یک عبارت دنبال رو این شیادان می شوند. تاریخ نشان داده که تغییر یک شخص و یا یک سیستم و جایگزینی دیگری مشکل مردم و میهن را حل نمی کند. اما این درس تاریخ تا حال برای دانایان هم عبرتی نشده. مردم اشتباه را می تکرانند و علتش آشیانه کردن نادانی در مغز انسان و عدم تسلط بر اندیشیدن و تراوش های عقل خیش است که نمی تواند نقص و کمبود خود را درک کند. پس از شنیدن این شعر از یک شخصیت دور، آیا تصور می کنید می توانید از آشیانه مغز گریخته و بهتر شخصیت های سیاسی آشنا را تحلیل و درباره حقیقت آنان با انصاف حکم کنید؟ امیدوارم چنین باشد. با پیوستن به ما در گفتار بعدی، اراده کنترل مغز خود را امتحان کنید. اوقاتتان شاد و کامیاب باد. من امتحان کردم، کنترلش آسون نیست. اصلا میشه گفت کنترلش دست ما نیست. اصلا ممنونم از این دوستمون. دوستان عزیز، شما میتونید نظراتون رو درباره گفته‌های ایشون روی فیسبوک به وسیله ایمیل، به وسیله تلفن، به وسیله هرچی نامه چی بفرستید. در صورت اجازه بدید من تشکر داشته باشم از خانم جاوید. ایشون نوشتن: جناب سوری با سلام، خواهش میکنم مبلغ را در تلویزیون اعلام نفرمایید. چشم. ولی من ممنونم که شما با وجودی که با گفتهای من مخالف هستید حمایت میکنید. خیلی جالبه، هفته گذشته ما از دو نفر چک دریافت کردیم بابت حمایت، هر دوشون مخالف من هستن. آیا این یعنی امیدواریه دیگه که اون چیزی که شعار میدیم من خونم را میدهم که تو آزاد باشی، اینها دارن حقیقتا نشون میدن که یه میکروفونی رو که باور دارن همه میتونن بیان توش صحبت کنن، میگه سوربی هم بیاد نظرشو بگه، خانم جاویدم پیامهاشو ارسال میکنه. امیدوارم به زودی بتونیم با ایشون صحبت داشته باشیم. همونجوری که میدونین داداششون فوت شده و بهشون تسلیت گفتم، بازم تسلیت میگم، ما رو در رقم خودشون شریک بدونن و هر وقت آمادگی دارن مثل همین دوستمون ماندارا خانم که من زنگ زدم، شما بگید کی آماده هستید، دوشنبه چهارشنبه جمعه من با شما تماس خواهم گرفت. ایشون گفتن: در ضمن بارها از شما گله کردم، من نه شاه را میشناختم نه آنها مرا میشناسند،
فقط چون در بطن اجتماع بزرگ شدم آنچه به شما بازگو میکنم به چشم خود دیدم، نه اینکه در کتاب خواندم. با تشکر از شما خانم جاوید. منم از شما بسیار ممنون و متشکرم. و این عین خواسته ماست که هر کسی اون چیزی رو که دیده بیاد بگه. یکی میگه آقا من تو گلپایگان به هم وسط برنامه مدرسه چلو کباب میدادن با دو تا سیخ. یکی مثل من میگه آقا رفتم 5000 دادم لیوان خریدم، این لیوان رو گذاشتیم تو جیب کتمون رو بردیم و آوردیم، هیچ وقت به ما نه ماست دادن، نه دوغ دادن، نه موز دادن، نه نون سنگک دادن. ولی من یادمه میومدم بعد از مدرسه گشنه و تشنه، دوستمون هادی نیازمند که مدرسه دانشور میرفت هم نون بهش میدادن هم کره، و این کره هم دیگه آب شده بود اون موقع، یعنی حقیقتا ما نون روغن میخوردیم، یکم هم فوتبال بازی میکردیم و اینها. ما این ورشو میگیم اون ورش هم میگیم. اون کسی که این ورا ندیده داد میزنه میگه شما دروغ میگید. آقا دروغ نمیگیم، ما ماجرای خودمون رو میگیم، شما هم بیا ماجرای خودتو بگو. و اما ساعت 3:30 یعنی 10 دقیقه دیگه با آقای سهراب چمنارا خواهیم بود تا درباره ویدیوی جدیدشون و درباره نیروگاه‌های مختلفی که در دنیا هست، مخصوصا در ایران، و الان یه قراردادی با انگلستان بستن که این آقای ترامپ داره ضرر میده، اون اروپایی‌ها خوشحالن که یک مشتری بزرگ، چون ایرانی‌ها از قدیم چیزای آمریکایی دوست داشتن، اگر ماشین بود ماشین آمریکایی، اگر دستگاه نمیدونم برقی بود آمریکایی. بعد یواش یواش آلمان جاشو گرفت، ژاپن جاشو گرفت، حالا مثل آشغالای چینی. خب این کی ضرر میده؟ آمریکا ضرر میده. آمریکا که شرکت‌های کاترپیلار اینا میان از طریق، دیدید دیگه اون خانم رو تو کانادا گرفته بودن، کجا بود؟ آمریکا گرفته بودن. از طریق اینها مجبورن قاچاقی طرف چیز درست کرده، تولید کرده، میخواد بفروشه. با قاچاقی بفروشه. بعد این ترامپ اگه احمق نبود الان میذاشت بازار و مارکت و ایران آزاد بشه تا اینا جلب نیرو کنن، نه که هی بیاد هی من تحریم میکنم تحریم میکنم. بعدم ایشون میگه 77 نفر پشتشن. حالا ببینیم چی میشه. خب پیام آقای خسرو بهرامی رو امروز خیلی روز شلوغی هست، اجازه بدید پیام آقای خسرو بهرامی رو پیدا کنم که در رابطه با تظاهرات مجاهدین مثل یک خبر برای ما پخش کردن. همینجور پیام آقای شهرام ایران بومی که از آلمان فعلا، این چون خیلی ببینید چقدر قشنگ کوتاه مفید مختصر ایشون نظرش رو گفته، گزارش هم داده، بشنویم با هم. پلی مسیج، بله اینم 25 ثانیه دوستان، 25 ثانیه. جناب صوفی و بینندگان عزیز، درود بر شما. دکتر ایرانبومی فرانکفورت هستم، ممنون از تماسی که گرفته بودین در رابطه با انتخابات آلمان. چند دقیقه پیش جوابا اومدش، آلمان به طرف داعش شدن داره میره، در حدود 6 میلیون نفر دست راستی های بسیار شدید الان بیشترین رأی آوردن، یعنی آینده آلمان بسیار بسیار زیر سوال رفته. امیدوارم بود خوبی داشته باشین. ایرانبومی فرانکفورت. دوستان دیدید نظر خودشون رو گفتن، نتیجه انتخابات رو گفتن، به این میگن یک گزارش. حالا آقای بهرامی یه مقداری با حوصله تر و یواشتر صحبت میکنن، بشنویم. ولی ازشون خواهش میکنم که هر چی میتونن پیامای آیندهشون رو کوتاه‌تر کنن. ضمناً پیامی رو که شما درباره آقای مسعود انصاری گفتید، من با ایشون صحبت کردم، ایشون گفتن من دفعه قبلم گفتم هر کسی سوالی داره، اولا میگه من همه چیز رو نمیدونم، هر چیز رو ندونم میگم من نمیدونم، من نبودم، چیزی رو بدونم میگم. و ایشون میگه شما هر سوالی داری بپرس، من پاسخ میدم، و احتیاج نیست که شما بلند شی از نیویورک 4 ساعت رانندگی کنی بیای اینجا، بعد ما آقای انصاری رو از طریق فیسبوک از طریق اسکایپ داشته باشیم اینها، و در صورت یه مقداری کارا رو آسان‌تر کنید تا ارتباطات بیشتر و بهتری داشته باشیم. اجازه بدید من این پیام اول ایشون رو پخش کنم، یا پیام دومشون است، بذارید ببینم. ها این پیام اولشون راجع به مجاهدین و 20 سپتامبر در نیویورک. و اون دوستمون که گفتن خانم ماندنا تلفن 703 کار نمیکنه، اینها 703 کار میکنه. ایشون 6 دقیقه و 42 ثانیه پیام گذاشته. فکر کنم شما باید آخرش صبر کنید تا بهتون بگه که سلام عرض کردم آقای سهراب بهرامی هستم از نیویورک. ببخشید
باید پیام که گذاشتید صبر کنید تا بهتون بگه این پیام میخواین نمیخواین، دیدین که یه مش آپشنی میاد دوباره ضبط کنید، باکش کنید، ارجنت بفرستین، معمولی بفرستید و الی آخر. دوستان عزیز با هم میریم نیویورک، پیام آقای خسرو بهرامی رو میشنویم. دایمتون میشم. شما فرمودین راجب مجاهدین سازمان ملل، من رفتم منتم با چش خودم دیدم، با 7-8 نفرم صحبت کردم، یه حدود 400-500 نفر اومدن که ردیف اول و دوم و سوم ایرانی بودن، بقیهشون مال نیجریه و ساوت آفریقا و اینا. رفتم با، نمیگم با 100 نفر صحبت کردم، با میلیون نفر صحبت کردم، نظر 8 نفرشون رو دیدم کنار خیابون داشتن هات داگ میخوردن، صحبت کردم باشون، گفتم شما چجوری اومدین، شما که ایرانی نیستین. دادن اتوبوس از جامائیکای کوینز ما رو بود، 40 دلار هم به اون میدن، 20 دلار به اون دادن، نهار به اون دادن، قضا به اون دادن، نوشابه آبم مجانی میدن، 20 دلار هم برگشت به اون میدن. این مال مجاهدین راهپیمایی که اینا اومده بودن، چون سازمان ملل که من رفته بودم منتن، خدا لعنت کنه که این ترافیک هم 4 ساعت تو اونجا گیر کرده بودیم. و ضمناً این برنامه های گذشتتون رو نگاه کنیم، خیلی زننده بود. این دوستتون حالا تازه وارد شده، حالا مسیحی شده، برنامه شما رو اصلا نظمش رو هم زده بود، عجب موضوع شما همه چیش عوض میشه. حالا به این دوستمونم یه ذره نصیحت کنین، یه ذره جا باز کنه در آقای علی ترابی رو، امیدوارم که موفق بشه، ولی مزاحم برنامه نشم، برنامه واسه همه چیز بهم. در برنامه‌های گذشته‌تون خیلی براتون مسیج گذاشتم، گفتم چرا پخش نشه، و گفتم براتون توضیح میدم، ما اون بیمارستان که داشتیم زمان شاه، شما اگر ایران بودیم اون 35 میلیون جمعیت یا 40. بله، اجازه بدید اینو توی برنامه کامل قشنگ دربارش صحبت کنیم، که ایشون درباره بیمارستان بهرامی میگه که من اون دفعه گفتم چجوری حتی در اون زمان اینها گفتن به اصطلاح سازمان‌های بین‌المللی خرجش میدن اینا، ایشون میگه که بله این امکان بوده، توضیح میدن. بعد پیام دومتونم گرفتم، ولی امروز واقعا وقت نداریم، امروز میدونید که من اول برنامه برخلاف همیشه با خانم ماندانا صحبت کردم، وسط برنامه با دوستون از خلیج فارس صحبت کردم، ساعت 3:30 باید با آقای چمنارا صحبت کنم، و اینی که مثلا شما پیام میذاری ما شما رو بیاریم پیش نوبت، یه مقداری زور میشه با اونایی که از قبل برنامه گذاشتیم. 2 هفته است که خانم ماندانا زحمت میکشه پیام میذاره، وقتی به من میگن به دستت رسیده من نگاه میکنم ببینم چیزی نیست، و یا اینکه چون ایشون از کانادا زنگ میزنه فیلتر میشه، یه اشکالی هست. در اصل دیدید امروز حتی از طریق گوگل وایس که میخواستم به ایشون زنگ بزنم میگفت نمیدونم برو فیلترینگ رو خاموش کن و اینها، که در اصل گرفتم اون نظر به اصطلاح لب مطلب منظور شما رو فهمیدم. وقتی که من پیام شما رو برای آقای غلام ترشیزی فرستادم، و بعد امروز یه جایی خوندم که توی واشنگتن پست بود که خانم این صدر اعظم آلمان مجبوره حالا به جامائیکایی‌ها به اصطلاح پناه ببره، مترجم نشدم برای چی، لابد رأی اونا یه کاری انجام میده، من برای این دوستمون نوشتم که به نظر میرسه آقای رجوی اگر مرحوم شده یا خانم رجوی اگه زنده است زودتر از این انگلا مرکل به این نتیجه رسیده. بعد آقای ترشیزی چون اینا فقط میخوان حمله کنن اصلا دقت نمی کنن، گفت شما که گفتی دوست، گفته اینا مال نیجریه بودن، ولی دیدید که آقای خسرو بهرامی میگه اینها رفتن اتوبوس بردن توی منطقه کوین که مال جامائیکایی‌ها هست، مثلا اینجا ببری چاینا تاون، مثل بری تو اناندل کوریان، نمیدونم اصلا کوریان تاون نیست ولی واقعا شهر کوریایی هست. در هر صورت خیلی مطلب و خیلی موضوع دارم، میخوام یک کسی مثل آقای مجید افراخته یا یک کسی مثل آقای دکتر ایران بومی توضیح بدن راجع به آلمان، و مخصوصا این مقاله‌ای که بذارید ببینم پیداش میتونم بکنم که چرا میگه به اصطلاح انتخابات آلمان، حالا با وجود که اون دست راستی ها برنده شدن و یه ترس بزرگی را افتاده، چرا میگه اینه واشنگتن پست گذاشتم اینجا. من چون تمام مقاله رو نخوندم
و وقت نداشتم و حقیقتش اینه که اگه همه رو هم بخونم ممکنه یه جایی تفسیر بدی داشته باشم، میخوام از اونایی که بهتر انگلیسیشون هست و بهتر مقاله رو تفسیر میکنن بیان به اصطلاح برای ما این رو بگن، و کم کم من باید این ماوس چیز رو بندازم دور و ببینم. بله سه، کامرای سه اینجا اینه. ببینید نوشته The rise of Germany's far right leaves Merkel stuck with the Jamaican option. من اصلا ماجرای جامائیکا رو توی انتخابات آلمان نمیدونستم و شما اگه میدونید، شما اگه آلمان هستید به ما خبر بدید. اجازه بدید بدقول نشیم، بریم سراغ آقای سهراب چمنارا و با ایشون باشیم. به وقت اونجا فکر کنم ساعت 2:30 هست و اینجا 3:30. آقای چمنارا به من گفتن که امروز به صورت لطف کنید چیزای دیگر رو خاموش کنید. آقای چمنارا بله خیلی ممنون، گفتن امروز به صورت کژوال میان، فکل و کراوات نمیزنن. من هم گفتم خب این هم دلیل خوبی هست که من هم همین کار رو انجام بدم و خیلی هم خوشحالم. هنوز یه صدای اونجا میاد آقای چمنارا. صدا I don't know. اوکی من اینو باز میکنم یه بار دیگه. اوکی دوستان عزیز، با مهندس سهراب چمنارا هستیم. امروز بعد از برنامه من هم ویدیوی ایشون نشون داده میشه، شما میتونید هم روی فیسبوک ایشون نظراتتون رو بگید هم روی فیسبوک ما، چون لینک ایشون رو باز فردا صبح روی فیسبوک میذارم و شما هم میتونید لینک ویدیوهاتون نوشتهاتون رو روی فیسبوک بذارید. آقای چمنارا اگه لطف کنید یه مقداری اول درباره اون سوالی که دوست اون پتیک کرده بود و اون ماجرای 600 میلیون دلار و اون نیروگاه و اینها، اولا به نظر من 600 میلیون دلار یا یورو رقم بزرگی نیست این روزا، ولی شما گفته بودید که اینها بعضی وقتا، اتفاقا یادمه تو کارهای دولتی این رسم بود که کانترکتورها میان یه قیمت کمی میدن، بعد که شروع میکنن چنج اوردر میدن، این چنج اوردر حقیقتش پول بیشتری میسازن تا اون کانترکت اصلی. من ساکت میشم و شما در این مورد چند دقیقه صحبت کنید و یکی دیگه درباره موردی که در ویدیوتون گفتید، که البته خب وقتی دیگه تو ویدیو گفتید بهتره که دوستان ویدیو رو تماشا کنند و ببینن. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود و عرض پوزش از این که امروز بسیار کژوال خدمت شما هستیم، عرض کنم در مورد این انرژی های نو، من اول خواهش میکنم به وبسایت chamco.net مراجعه بکنید. در اونجا انواع اقسام انرژی ها با توضیحات خیلی خیلی عامیانه و مردم پسند اونجا هست، به جمله سولار، ویند، هرچی، نمیدونم، به باید تخصص شرکتی من گاسیفیکیشنه، یعنی تبدیل گاربیج، یعنی همین آشغالی که شما دور میریزید هر هفته با این به تبدیل اون به برق. ما این اول آشغال تبدیل میکنیم به یک چیزهای مثل بریکت که مثل زغال چین چیز مثل همین چیزی باربیکی باش میکنیم، مدام کالریش خیلی کمه و این میره توی یک چمبری که حرارت داده میشه تا 1100 درجه گازیفیکیشن. البته اگه حرارتش کمتر باشه میشه پارالایز میشه که اون یه چیزی سیستم دیگر است و یک گازی ازش بیرون میاد به نام گاز سنتتیک و اون گاز ما دوباره یک نوعهایی دارم با اون این که مستقیم به انجین یک جنراتور وارد میکنیم که برق تولید میکنه، بعضی ها اون گاز میسوزانن و بخار تولید میکنن و این میره توی توربین و توربین میچرخ و برق تولید میشه. این کاریست که ما میکنیم. ولی در مورد آقای پتیک در مورد اون سولار و قرارداد 600 میلیون یوروی انگلستان با ایران برای 600 مگاوات توضیح دادن، گفتم بله این وقتی که آدم به هر متخصصی روی رقم نگاه میکنه میبینه که خیلی رقم معقولیه، چون امروزه سولار خیلی قیمتش پایین آمده نسبت به حتی 5-6 سال پیش هر مگاواتی حدوداً قیمت تا 6 میلیون دلار بود.
ولی الان رسیده به حدود 1.8 میلیون دلار در پروژه های بزرگ، حتی برای خانگی مثلا به 3 میلیون دلار در مگاوات رسیده. اونجا وقتی که شما حرف از سولار میزنید، این سولار شامل خیلی چیزه، این اون پنل هایی است که شما میبینید، متوجه هستید اون پنل ها تقریبا نیروگاز، ولی اون تولید برق میکنه و بعد این برق باید بیاد در یک جایی کانورت بشه به آلترناتیو الکتریسیتی، یا اینکه استور بشه و دلیور بشه به ترانسمیشن لاین، خطوط انتقال نیرو. اینها الان اون پنل ها، فقط در مورد همون پنل ها صحبت بکنیم، اینها قیمتش در 5 سال 6 سال پیش تا 5 میلیون دلار روی هر مگاوات بود، ولی الان چینی ها اینه با 35 سنت میسازن، آمریکایی ها با 80 سنت، درست؟ و وقتی که شما حالا سیستم آمریکایی فرض کنید، پنل گذاشتید اونجا با 80 سنت، اون چیزهایی که زیرش وارد میشه و جمع بندی میکنن تا اینکه این بشه برق و وارد ترانس خط انتقال نیرو بشه، قیمت تمام شده حدود 1.8 میلیون دلار برای هر مگاوات میرسه. بنابراین پروژه 600 مگاواتیه که الان توی خبرها بود به قیمت این، به نظر من منصفانه است، این نیست که، ولی آقای پتیک درست گفت، این ممکنه قرارداد خرید پنل باشه که همون مثلا ممکنه که 300 میلیون یورو قیمتش باشه و بعد اینا 600 میلیون یورو بدن، و چه بسا ممکنه که این تا آخر این پروژه به ترنکی بشه و برسه اصلا سر به 3-4 میلیارد دلار بزنه. حالا اگه من بخوام اینجا بشینم و داستانهای شخصی خودم در ایران صحبت بکنم، جای 2 ساعت هم کم باشه، که اصلا سیستم کاری در ایران اینطوریه. مثلا فرض کن که یه نفر میاد از آقای سربی میپرسه خب آقا شما اصلا تو چه کاری هستید؟ ایشان میگه من خوره بلنگو و میکروفون و اینا. ببین آقا برو آقای سربی 100,000 بلنگو بره ما بخر بفروش، 100,000 بلنگو برای چی تنه چیکار میخوای باش بکنی؟ تو بخر بیار خلاصه 100,000 بلنگو تو آقای سربی میره داره 5 دلار هم قیمت میگیره از یه جایی میفروش و میره نه 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 5 دلار نده اینه بده 100 دلار، بیا خدا بود تو 20 دلارش رو بردار 80 دلارش رو بده. تمام پروژه های ایران از اول انقلاب اینطوری بوده. حالا من اینایی که میگم تهمت نیست، به خاطری که سر خودم آمده و من از پروژه ها رو اسپسیفیکلی میتونم بگم که از اول انقلاب من مثلا توی پروژه شرکت کردم توی مناقصه رساندن آب زرین شهر به تبریز، قیمتی که من داده بودم 35 میلیون مارک بود، ولی کار دادن به شرکت کازاگرانتا، اینا از اسم میگم که یادتان باشه، من 36 سال پیشه، کازاگرانتا این قیمت 120 میلیون دلار. نگاه کنید اینجا قیمت، نگاه کنید بعد از مدت ها که ما رفتیم ایران یه نفر آمد از من گفت که آقا چون من اون هیئت آمریکایی برده بوده اینا، فکر میکردم من یه آدم قدرتمندی در اقتصاد دنیا هستم و اینا، واسه گفتن آقا تو بیا و این طلب ما رو از یه شرکت ایتالیا بیوردم. کدام شرکت ایتالیا؟ گفتن کدام مهندس مؤمنی شما میگه از کجا میدونی؟ گفتم آقا رقیبش بودم من با شرکت زوبلین، شرکت چمتک من جوینت ونچر داشتیم اینا رو با هم دید. گفتم حالا دعواتون سر چیه؟ گفتن سر 300,000 دلاری قرار بود به پسر رفسنجانی بده، نداده 300,000 دلار. شما نگاه کنید یه پروژه 30 میلیون دلاری اینا کردن 120 میلیون دلار به مدت 7 سال برای مثلا 300,000 دلار. گفتم خدا پدرتون بیامرزه،
ای کاش ما اون موقع به تور آقای پسر رفسنجانی خورده بودم و اگر 5-6 میلیون دلار هم میدادم بهشون. خلاص این داستان این طوریه. شما به قول همون حضرت امام خمینی دل خوش به این چیزها نباشید، اینا بالاخره میرن. همونطور که عرض کردم سال 2020 انشاءالله همین وضع درست میشه و ما صاحب یه قانون اساسی درست حسابی میشیم. من خواب اینجا بشینم برای شما از اینا بگم، ولی در مورد پروژه های مختلف ویند و نمیدونم سولار و حتی بایومس که چطور شما میتونید از یه سپتیک تنک بایوگاز تولید بکنید، اینا همش توی chamco.net هست. اون کنارش یه سری آیکان هست، میتونید کلیک بکنید روی سولار پاور، یه توضیح براتون، بعد بیاین پایین کلیک بکنه روی بایومس یا نمیدونم انرژی های مختلف و بعد پروپوزال های ما رو ببینید. آقای چمنارا، من chamanara.net رو نشون دادم، شما اگه لطف کنید بعدن. نه chamanara.net نه، اون مال کتاب ها و سیاست. الان متوجه شدم، الان متوجه شدم. به همین خاطر اگه شما لطف کنید این لینک ها صحیحش رو زیر فیسبوک این ویدیو ویدیو این فیسبوک بذارید ممنون میشم. chamco.net کجا بنویسم نمیدونم باید چیکار بکنم. بعد از برنامه مینویسیم، مسئله نیست، برای دوستانی که هی chamco.net chamco الان chamco.net اوکی. این از این. و حالا اگر سوالی دیگه دارید در مورد قرآن و نه درباره ویدیوی امروزتون صحبت کنیم، که شما یه مقداری هم دعوت میکنید از دوستانی که راجع به قرآن و اینها مثل آقای حمید میرزا آقاسی یا آقای حتی صدرالاشرافی که البته با شما میونشون خوب نیست، اگر اونها هم میخوان میتونن در برنامه نظراتشون رو بگن. ولی به دوستانی که بعد از برنامه من این ویدیو رو میبینن، بخواید به طور خلاصه صحبت کنید که درباره چه موضوعی صحبت میکنه، موضوع این ویدیو چی هست؟ بله، عرض کنم ما همونطور که میدانید اصلا تمام ما به قانون اساسیه، چون هدف نهایی قانون اساسی، تغییر قانون اساسی، این هدف نهایی ما به اون کتاب ها و نمیدونم سال 2020 بینم. منطقه در این تغییر قانون اساسی من گفتم فایده نداره. الان شما در قانون اساسی در ایران مردم نمیدونن، باید ارکان هویت ایرانی در ایران زنده بشه که اون عبارت بود از آموزهای زرتشت، لوحه کوروش، نه مقبره کوروش، وقتی میدونم شاهنشاهی، مقام مقایسهش با مگنا کارتا، شاهنامه فردوسی که خب خود شما هم بهتر از هر کس، ما الان خودتون شاهنامه شناس هستید آقای سربی و ماشاءالله چندین بار روحانی کردید و خیلی ازتون متشکرم، و قرآن فارسی با ترتیب تاریخی و اسلام ایرانی و شیعه. این یکی از ارکان مهم هویت ایرانی است که به بیراه رفته. علت اینی که من مثل شاهنامه در مورد قرآن یک کاری تقریبا نشه انقلابی کردم، چون کارم قبلا کردم مداخلی مرتب و منظم با یک مقدمه 10 صفحه‌ای روی این کتاب به نقل قول از سروش دیگه چی میشه، و 40 صفحه قرآنم خلاصه کردم با ترتیب تاریخ به فارسی. خواهش من از اینه که الان دو نوع شیاد ما در ایران داریم، یه یعنی در جامعه، یه نوع شیاد مثل همین صدر و شیاد این هست که در همین تلویزیون رفیق شما، تلویزیون میهن، هر هفته برنامه داره نقد دین، نقد علمی دین. حالا این چه جمله احمقانه ای میگه، نقد علمی دین، درست مثل اینه که شما برین از انیشتن بگین آقا تو که مسیح یهودی معتقد هستی، برای من در مورد جاذبه یه چیز جایزه نوبل بردی توضیح بده که چطوری آب ممکنه سروالا دارن، که این احمق نمیدانه. احمق نباید بگم، باید بگم شیاد. این شیاد نمیدانه که شما یه مسئله اعتقادی نمیتوانید به صورت علمی ثابت کنید، یعنی اعتقاد آقای سوربی بیه چیز معتقده، اون مسیحی هم بیه چیز معتقده، من مسلمان هم بیه چیز معتقده. مسئله اعتقادی باید بررسی واقع گرایانه بکنید.
قرآنی که دست ما هست یه قرآن قاطیفاتی و عربیه، برابر این هم وسیله دست شیادی مثل آقای سعدالاشرافی میشه که برای در تلویزیون میهن هر هفته یک ساعت در مورد دین صحبت میکنه، هم دست یه آخوندی میشه که بیاد بگه که نمیدونم در قرآن این نوشته شده اون نوشته. ملتی هم میشینن پای روزه اینها، چون اصلا نمیدونن که داستان از چه قراره، چون نه که قرآن به فارسی خواندن نه به ترتیب تاریخی خواندن، برابر اونا گوش میدن اینم چهار تا لغت عربی قلمپور میکنه و خلاصه هر چاخانی دلش بخواد میگه. من در این ویدیویی که شما خواهید دید در یک ساعت بعد توضیح دادم که این قرآنی که ما به این شکل نوشتیم قرآن راستین، نه اینکه کار خیلی چیز باشه که همطور که میده من مهندس هستم که من قرآن خواندم دیدم، اگه شما این قرآن به فارسی و با ترتیب تاریخی بخونید حداقل استفاده ای که میبرید اینه که بفهمید که این داستان زندگی 23 سال حضرت محمده. آقای چمنارا اجازه بدیم به دوستان بگم همین آدرسی که اینجا هست chamanara.net تمام کتاب های شما اونجا مجانن میتونن دوستان داشته باشن. بله بله بفرمایید. بله ما دو دقیقه سه دقیقه دیگه باید اینطور. بعد این تمام هم آخوند به اصطلاح که همه رو بر بیراه کشانده، هم اون خل اصطلاح میکنیم، هم یا آقای صدرال شیادیم نمیتونه بره اونجا هفته ایم. البته ما اولای کار یه کامنت های زیر صحبت های شیادانه ایشان، چه در مورد شاهنامه، چه در مورد کوروش، چه در مورد بقیه چیز زرتوش و اینا میذاشتیم که آقای بهبهانی همه اینا رو که حالا خواهش من از شما اینه که این ویدیو رو که دیدی، چون شما دوستان بسیار فرهیخته و دانشمندی دارید مسلمن، از اینا خواهش کنه که آقا بیان در مورد این ویدیو صحبت بکنن، نه اونهایی که میگن نه آقا اسلام آنچنان بد است و اینها که ما اصلا نمیخواهیم در موردش صحبت کنیم، اصلا نمیخواهی صحبت کنی نکنه. بسیار عالی دوستان بس. عزیز این ویدیویی که صحبت میکنیم بعد از برنامه خود من به صورت زنده پخش میشه از تلویزیون و تا چهارشنبه هم هر روز یکی دو بار پخش میشه. روی فیسبوک آقای چمنارا هست، روی یوتیوب هست، روی فیسبوک مردم تیوی هم فردا صبح قرار داده خواهد شد. آقای چمنارا از شما ممنونم، از این دوستان هم بارها دعوت کردم، حالا هم دعوت میکنم. بفرمایید. بله یه موضوع بخواستم آقای سوری، باور کنید من نمیخوام شما بگید. شما همین مقدمه این کتاب بخوانید و این 40 صفحه خلاصه قرآن بخوانید، من سرتیفیکیت به آقای سربی میدم که شما آیت الله نه ولی متخصص دین میشید. آقا دستم به دامنه حالا که میخوان آیت الله رو بلند شد برو دانشگاه مریلند با آقای سروش. بله من میخوام با شما یه مصاحبه دینی بکنم، باورت میشه میتونی له و لوردش بکنی، یعنی فتیل پیچش بکنی، به خاطری که این آقای سروش شما اگه برین تو برنامه هاش بشینین ایشان هیچ اصلا مزخرفاتی که میگه این ور منتها هر جای که قافیهش میشه چرا از رومی میگه. شما همینه که بخوانی از حقیقت قرآن پی ببرید، میتونی بری به فتوای من میتونم بگم شد شما میشید آیت الله، به خاطر که این آیت الله هیچ قرآن اصلا برایشون چه میدونه چیزی به هلیت المتقین و چیز مجلسی اینا رو بخونن. آی سوربی اینه بخوان لاعقل، حالا شاهنامه رو گذاشتی کنار و متخصص نشدی. نه آقا اینا ها که شاهنامه اینجاست، شاهنامه اینجاست میدنم نمیخوان. خب آقای چمنارا اجازه بدید باید بریم، ویدیو شما رو میبینیم، از دوستان میخواییم که نظر بدن، هم روی یوتیوب هم روی فیسبوک هم ایمیل بفرستن هم تلفن میتونید پیام بذارید، پیام هاتون رو برای آقای چمنارا ارسال میکنن. پس امیدواریم که شما بیشتر خودتون این کتاب رو بخونید صفحه به صفحه، چند صفحه به چند صفحه، و یکی یکی همه دوستان ما آیت الله و حجت الاسلام بشن. مرسی، با امید دیدار. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز با آقای سهراب چمنارا بودیم، ویدیویی رو که دیروز
تهیه کردن و امروز فرستادن، بعد از برنامه براتون پخش میکنه. خب ممنون و متشکر. یه نگاهی بندازیم به فیسبوک و اینکه ما ایرانی ها چرا هنوز یاد نگرفتیم از فیسبوک، این وسیله خوب استفاده کنیم. ببینید روسیه از فیسبوک استفاده کرد، اون کسی رو که دوست داشت فرستاد تو کاخ سفید. بیاین من و شما هم از امروز همون جوری که علی آقا قول داد مسیحی خوبی بشه، مسیحی خوب هست، مسیحی بهتری بشه، من و شما هم قول بدیم که از فیسبوک استفاده هوده کنیم و بیهوده وقتمون رو تلف نکنیم، یا به قول معروف استفاده بهینه کنیم. ببینید من میدونید هم شیرازی هم، هم خب یه جوری از لحاظ فارس و پارس و اینها دیگه اون چیزی که صحبت میکنم میشه بگید از همه شما فارسی تره، حالا یه کمی لهجه شلوول و اینها اونو بمانه، از این ساده تر من دیگه نمیتونم بنویسم. تصور کنید امشب آخوندها ساقط شدن، اتفاقا وقتی چیز میخونی این الف و چیز نوشته، یکی از دوستان برای من پیام خصوصی فرستاد آقا خدا از دهنت بشنفه که اینها سقط بشن. گفتم آقا امشب همشون سقط شدن، تحت چه شرایطی شما به ایران برمیگردید؟ حکومت مجاهدین، پادشاهی رضا پهلوی، یا حکومت اصلاح طلبان؟ و یا حالا ببینید مردم فرهیخته ما چی نوشتن. آقای حمید رشیدی نوشته فقط خود شاه باید برگرده. یعنی شما ببین اصلا یه انسانی پیدا میکنی تو قرن 21 که یه همچین چیزی بگه، شاهی که یک سال بعد از انقلاب مرده، این آقای رشیدی همینجوری نشسته که خود شاه برگرده. یه دوست دیگه ای که اصلا اسمشم رو فیسبوک درست ننوشته، ام رضا، یا دوست عزیز ام، بله محمد کردیش ام، معمولا اسم وسطشون رو مثلا محمد آر، این یا همین است. شما به من بگو اگه یه دوستید بخواد شما رو پیدا کنه تو فیسبوک، چجوری میتونه بفهمه که امروز محمد رضا رو کردی ام رضا، فامیلیت هم مثلا یداللهی کردی یا؟ آقا خانم از فیسبوک درست استفاده کن، عکستو بذار، اسمتو بنویس، اون بغل بنویس کجا مدرسه رفتی، کجا کار میکنی، شوهر داری، زن داری، که دنبالت نیفتن توی فیسبوک. حالا ببینیم این دوستمون نوشته چی؟ نوشته نلسون ماندلا را از زندان بیرون آوردن و حکومت را به دست گرفت. چقدر من خوشحالم که یک همچین بیننده ای من دارم، و الا ما تا امروز که نمیدونستیم نلسون ماندلا آزاد شد، نمیدونستیم که رئیس جمهور شد، نمیدونستیم که مرد، هنوز دنبالش تو زندان ها میگشتیم. آقای ام رضایا من از شما بسیار ممنونم. دوستان نگاه کنید، من اینا رو نرفتم با اتوبوس از جامائیکا نمیدونم از کوین بیارم، اینا دوستای من و شما هستن، روی فیسبوک هم هستن، همشون فرزندان کوروش، همشون فرزندان فردوس. حالا آقای دیگه به نام مسعود بیگی، جا داره که من از ایشون تشکر کنم، ولی بعد میریم عکس فیسبوک شو به شما نشون میدیم. ایشون نوشته اصلاح طلب دیگه سگی کیه؟ سگ ولایت فقیه، خودش پرسیده خودش جواب داده. در ایران پس از ولایت فقیه اصلاح طلبان هم در معجون حلال حکومت اسلامی و همزمان حل خواهد شد. آقای میرحسین موسوی یا حسین میرحسین، آقای کروبی، اینا اصلاح طلبان هستن. آقای منتظری اصلاح طلب بود، همین آقای روحانی فکر کنم یه جوری جزو اصلاح طلبان باشه. بعد آقای بیگی، شما که یا فامیلیت بوشهریه یا شیرازی هستی، عزیز من نگاه کن آقای مسعود بیگی ببین چی نوشته. والا من اصلا تصویرشم بله باز شد، عکس میدون شهیاد اینجا گذاشته، بذار بهتون نشون بده. Capture Select Area 4x3 نگاه کنید دوستان، این فهم و شعور ما از یه سیستم مجانی که در اختیارمون گذاشتن. نوشته آقای مسعود بیگی این عکس شهریار و میدان شهیاد رو گذاشته اینجا، این عکس هم مال یه جای دیگه نمیدونم گذاشته اینجا. بعدم از این کی هستی، فلان هست، کجا هست، چه کار میکنه، هیچی، ولی میاد میگه فلانی سگ کیه. آقا سگ
سگ ولایت فقیه، خودت گفتی. ولی شما به من بگو من سگ ولایت فقیه رو دوست ندارم، سگ صدام حسین رو میخوام، رجوی رو میخوام، سگ عربستان سعودی رو میخوام، رجوی رو میخوام، سگ عربستان سعودی رو میخوام، علیرضا نوری‌زاده رو میخوام، سگ عربستان سعودی رو میخوام، رضا پهلوی رو میخوام که قرار بوده مثل که با نوری‌زاده، یا سگ آمریکا رو میخوام. آخه چی، من نمیفهمم، یه چیز ساده ای رو شما نمیتونی جواب بدی. میگم دوست خود من، فامیل خود من میگه آقا شما که نمیای ایران، من نوشتم آقا تحت هیچ حکومتی من ایران نمیام، چون شاه بد نبوده، این خمینی و شیخ و اینا بد نبوده، ما بد بودیم اینا رو عوض کردیم، ما بد بودیم به این احمق ترامپ میگیم عالی جناب و اینم وای میسه اونجا فوش میده، و الا اگه بهش بگیم ترامپ، بگیم پرزیدنت آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، گورشو گم میکنه میره دنبال کارش. بزنیم چرا اینجوری شد؟ یک لحظه، این 7 تا 8، بله این مال آقای چمنارا بوده، عوضش کردیم. بله خب ببینیم چی میگه سعید کاووسی. نژاد و فهم و شعور پایینه، کی میخواید این واقعیت ثابت شده را قبول کنید؟ خب سعید جان، نژاد و فهم و شعور پایینه، شما که هر روز داری ذکر مصیبت میکنی، چیزی رو که هفته پیش نوشتی الان داری مینویسی، این میشه ذکر مصیبت. این آخونده صحرای کربلایی که اصلا وجود نداشته درست میکنن و ما رو گریه میندازن. شما بیا بگو چه کار کنیم، یه برنامه بذار، استپ به استپ، قدم به قدم به مردم بگو. بله آمدی کمک کردی، راجع به ماشین گفتی، مردم ماشیناشون درست شد، بعد رفتن ماشینای نو خریدن، دیگه کاری به شما نداره. آمدی نشستی برای تلویزیون نمیدونم ایران یو اس ای صحبت کردی، خود اونا هم اصلا نابود شدن رفتن. چه کار باید بکنیم؟ و اگر این انقدر بده، انقدر عقب افتاده است، چرا شما خودت رنج میدی تو این کامیونیتی میچرخی؟ البته ببخشید من قرار نیست از کسی سوال کنم، ولی بعضی وقتا میشه رنج به کسی سوال کنم. ما اومدیم یه آگهی ساده گذاشتیم توی این بچه‌های محله ویرجینیا، واشنگتن و نمیدونم دی سی و اینجا، ویرجینیا واشنگتن دی سی. میگیم اگه کسی، ببینید دوستان، اگر کسی میخواهد اتومبیل خود را که مدلش بالای 2011 باشه به کارمکس بفروشد، بنده یه دونه ماشین احتیاج دارم، $300 اضافتر میدم. یه اولاغی میاد میگه که چرا من باید به کارمکس بفروشم؟ یکی میاد میگه آقا this is scam. میگم آخه احمق، منی که اسم فامیلم اینجا نوشتم، منی که تو تلویزیون هر روز هستم، منی که نوشته رو با انگلیسی و فارسی نوشتم گذاشتم اونجا. اسکم یعنی کلاهبرداری، و مواظب باشید توی این کرگلیس خیلی زیاده. طرف منسی ماشین مثلا تویوتا 2014 $6,000، شما هم ایرانی خام طمع دنبال خر مجانی نمیدونم سوارش بشید، دنبال مرده دندون تلاش بکشید، به چم قیمتی حتما نمیدونه، بهت میگه چی و پول بفرست و فلان. نه به این میگن اسکم، کلاهبرداری، شیادی، دیگه چی میشه بهش میگه. بعد بهش میگم، بعد یکی دیگه، حالا بذارید یه دوستی که قبول کنید. چی رو قبول کنم؟ من قبول کردم دارم این کار انجام میدم، من قبول کردم که کارمون خرابه، دارم هر روز یه استپی رو میگم و دوستان زنگ میزنن میگن آقا خیلی ممنون که اینو گفتی. توی مهمونی بودم، طرف تا اومد نشست سر میز، سعید میدونه من وقتی این چیزای آبو میبرم تا سر میز میشینم این جلدشو میکنم. بارها هم توی برنامه گفتم اگه یه جایی هستید اینو بکنید، حداقل یه نفر مشخص میشه. دوستمون اومد نشست بغل دست من، گفت آقا سوربی ببین برنامه‌هات من نگاه میکنم، نگاه کن، منم الان اینو کندم. گفتم آقا اگه یه کسی کنده دیگه تا نباید بکنیش، بعد دو تایی اشتباه میشه. بله بعضی وقتا هم اینجوری میشه. حالا به سلامتی دوستان، اگه آب معمولی که میخواین بخورین براتون خیلی خوشایندی، مزه‌اش فرق میکنه، آب بطری این شرکت با آب بطری اون شرکت، آب یخچال خونه خودتون که فیلترش درسته با آب یخچال فیلتر فلانی که اصلا عوضش نکرده مزه‌اش فرق میکنه، یه آسانسایی هست میتونید یه چند تا قطرهش رو بریزید، مثلا مزه آب انار بده، مزه پرتقال بده، مزه آب لیمو بده. و من الان امروز توی این آب انار ریختم. آب انار یادتونه شعر ایرج مرزا، آب انار از پدر سوخته، حب نبات از پدر سوخته، از این چیزا. زمانی که قبول کنید آن وقت شروع به درست شدن میشود، لازمش قبول کردن بیشعوری. آقا من قبول کردم،
دیگه تو آقا من به شعورم نادانم، خب حالا چیکار شد؟ خب درست شد؟ نمیشه که. خب ببخشید خارج از موضوع، موضوعی را مطرح کنم. آقای عادل شریفی بگو ببینیم حالا موضوع شما چیه، ما این همه موضوع مونده رو دستمون. بله این دوستمون آقای مسعود بیگی گویا تو کار خرید و فروش خونه و اینها هم هست. نوشته مسعود بیگی، دارم برای تبلیغ مجانی میکنم، ما فروش یک جا ملک 100% تجاری در بهترین نقطه نیاورم. خب احتمالا اینا تو ایرانه که هنوز قانون فیسبوک رو رعایت نمیکنن، حتما میگن اگه عکس بذاریم دولت میاد میگیرتون. یعنی واقعا شما اینقدر ساده لو هستی، شمایی که مسعود بیگی هستی آگهی خونه برای فروختن میذاری، اینا فقط چون عکس نداری نمیان بگیرنه، اگه عکس بذاری میان میگیرنه، نمیتونن شما رو پیدا کنن، نمیتونن به عنوان خریدار خونه بگن آقا ما حاضریم این خونه رو بخریم، پس فردا هم با پول نقد میان، شما هم هول میزنی کجا ببینمت، بیا میدونه نمیدونم فلان، بیا فلان بستنی 250,000 تومانی نمیدونم چقدر یقتو بگیرم، بعدم بگیرنت برای چی؟ مگه شما چی کار کردی؟ آقا ببین تو ایران چی مینویسن، ببین تو ایران چه ویدیوهایی پر میکنن. ای داد بیدادی سعید درست میگی دیگه، کارمون خیلی خرابه. البته من زودتر از سعید شروع کردم. سعید تو چه سالی شروع کردی بفهمی کار ما خیلی خرابه؟ من 2003 بعد از اینکه 5 سال تو رادیو تلویزیون بودم دیدم کارمون خیلی خرابه و گفتم اگه روزی برسم به جایی که به این نتیجه برسم درست شدنی هم نیست، میگم دوستان من امروز رسیدم به اون نقطه‌ای که درست شدنی نیست، من دیگه با شما کاری ندارم. خب اینم از این. خب ایشون نوشته چی؟ سمت؟ مدت؟ چی نوشته؟ 1999. خب بسیار عالی، شما 4 سال زودتر از من شروع کردی، حالا به کجا رسیدی؟ بگو ببینم بزنین این آقای عادل عادل هست یا نه. وقت برنامه امروز ما تموم شد، ولی سعی میکنم به جای این تماسی که با خانم ماندانا داشتیم، اون 16 دقیقه‌ای که با اون دوستمون از خلیج فارس بودیم، 15-16 دقیقه‌ای که با آقای چمنارا بودیم، من تا 4:30 با شما باشم. ولی نه، همین الان که گفتم یادم افتاد که من یک قراری گذاشتم ساعت 5 و ترافیکم باید. آهان آقای عادل شریفی، من هر روز درباره ایشون صحبت کردم عزیز من، یادم کردم، ولی شما و دوستتون باید ریسپانسیو باشی. ریسپانسیو یعنی کسی که وقتی یه نفر باهاش تماس میگیره به موقع جواب میده. این فرقش با مسئول و پاسخگویی فرق میکنه. ریسپانسیو یعنی احترام میذاری به کسانی که بهت نامه مینویسن. مثلا اگه مادرت نامه نوشت، نامه رو که خوندی، اشکاتو که پاک کردی، بعدش میشینی نامه مینویسی، یا فردا صبح اول وقت برای مادرت نامه مینویسی، بعدم براش مینویسی ببخشید دیروز وقتی نامه شما به دستم رسید اینقدر دیگه چشمام اشک اومد کردم، ولی فوری جواب میدی. به این میگن you respond، یعنی بهش جواب میدی. ببین دوست عزیز، من هم با شما هم با این دوستون قرار گذاشتم. اون دوستمون که یه روز تلفنش گفت ندارم اسکایپ رو وصل کرد، یه روز گفت چیزاشو دوز برده و اینا، شما که الان اینجا هستی بیا رو اسکایپ چهارشنبه با ما صحبت کن. یه نفرم میخواست $100 بفرست همین پتیک برای این دوستمون، گفتم آقا من این کاری که ایشون میکنه اصلا قبول ندارم، این میخواد چه کار کنه؟ یه نفره بره کجا؟ مگه اون آقا نبود یه نفره رفت تو ایران، اون خانواده ای هم که اینو نگه داشته بودن بعد کشتنش، بعدم آمد کالیفرنیا گفت من رفتم اونجا اون بیچارم کشته شد. حالا یکی از سوال کنه آقا حالا که شما رستوران یونانی باز کردی، آیا میای مای $100 مای $10 برای اون خانواده بفرسی، برای بچهش کفش نو بفرسی؟ بعدم پتیک وقتی حرفای منو شنید گفت آقا درست میگی. یه نفره آقای عادل شریفی، شما تو ایرانی یا خارج؟ حالا تو ایران بگیم شما وایسادی منتظر این که بیاد، خودت اگه این بیاد داخل با این پرچم، اولین چیزی که بهش میگی چی؟ میگه آقا پرچمو بکن داخل، تو هر خیابون بریم میگیرنمون عزیز من. بعد حالا این رسید ایران، میخواد چه کار کنه؟ من میگم ای کاش خمینی هم مثل این دوست شما آقا کامران بود، تک و تنها راه افتاده بود از عراق کنار جاده ها در جهت مخالف میومد به طرف ایران، ایران هم که میرسید یه سرباز یه پاسداری میگیره میزد تو سرش میکشتش، خب چی میشد؟ ولی اون با برنامه اومد، با همراه اومد. من قرار شد به علی تا ترابی جواب بدم، چون نوشته بود آقا شما میگی شاه بده. من کی گفتم بده؟ کسی که مرده که دیگه بدی یا خوبی نداره. میگم شاه اشتباه کرد، من چیکار شاه دارم؟ شاه مرده. خمینی بده، بله خمینی بده، خمینی دروغ گفت،
خمینی آدم دروغگویی هست، اونایی هم که طرفدارشن به همین آقای اجلالی دم در نشسته بودین، گفتم آقای اجلالی شما که میای تبلیغ میکنی میگی ایران فلان اینا، کسی که به مردم میگه خونه نخری من براتون خونه میسازم دروغ میگه، خب این دروغگوه. گفت خب برادر صلاح اینجوریه. گفتم اینو اوکی. شما میگی پس کی؟ مگه شما منتظری که من بهت بگم کی؟ میخوای من بهت بگم دنبال کی را بیاف برو؟ این یک کسی که نشسته کنار خیابون هوملسه، برو بشین بغل دست اون یه نقشه‌ای داره، الان خودش رو قایم کرده، این نقشه رو به من و شما نمیگه، اون قرار ایران رو آزاد کنه. پس شما دروغ میگی که به من میگی سوربی دنبال کی برم؟ اگه من کسی رو بگم شما دنبالش نمیری، شما خودت نوشتی من ایران برو نیستم. اگه از من میپرسی که به نظر من کی خوبه برای ایران، اگر یک کسی بلند شد رفت ایران حکومت کرد 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال، دیدیم بابا این مثل قبلی ها خراب نشد، مثل رضاخان بعد از 5-6 سال که قدرت به دست گرفت شروع نکرد زمین های مردم دهکده های مردم رو بگیره، جواهرات و پول نفت و فلان اینا، مثل بچهش شروع نکرد کمیسیون از خرید هواپیما و اینا بگیره، مثل آخونده از همه چیز دزدی نکرد، اون وقت تازه تصمیم میگیریم حالا بریم ایران یا نه. من میگم آقا من نمیرم ایران زندگی کنم، آقا من میخواستم برم پورتوریکو، پورتوریکو طوفان اومده، خب نمیرم اونجا زندگی کنم. میگه اینا یک سال بر نخواهند داشت، ستونای چیز تلفنشون افتاده پایین، 95% تلفن ندارن، ولی اگه خوب بشه میرم دریای خوبی. اصلا بیچاره اسمش پورتوریکو یعنی یعنی بندر ثروت، بندر ثروتمندان. حالا به این روز افتاده. شما از خودت سوال کن آقای ترابی، منی که اینجا نوشتم شما تحت چه شرایطی میری ایران؟ اینا اینجا یه چی بهش میگن هایپوتیکال، یعنی سوالهایی که ممکنه اصلا غیر ممکن باشه، ولی باز یه چیزی میگن. یکی به من میگه مثلا تو کی ماشین فراری میخری؟ میگم مگر اینکه 20 میلیون برنده بشم یه میلیونی پول لازم نداشت باشم میرم فراری و پورش و لامبورگینی، اینا به نظر من آشغالا، اونا رو الان سعید داد میزنه، اونا رو میخرم. شما نتونستی بگی کی؟ شما بگو بچه شا بگو نمیدونم غلام چی میگن آقای فیلابی، و از من میپرسی؟ اگه از من میپرسی نزدیک خونتون بگرد اولین هوملس رو پیدا کن بشین بغل دستش، اون قرار ایران رو آزاد کنه، و بعد و به خودت ثابت میشه که شما دروغ میگی، منتظر من نیستی. آقا من یه چیزایی دارم، کاتگوری یک، بله چون بیشعوریم مجید نجات خراب همینه که هست، چون بیشعوریم مجید نجات خرابه. آقای خوشنودی همشهری منه، حالا پتیک داد میزنه، پتیک دیگه داد نزن، این وقت اضافیه، این وقت من هست و دوستان فیسبوکی، تا هم فیسبوک بگی که از فردا هی بیای بگی فیسبوک بگی با من دارم کار میکنم پول در میارم. مشکل مردم ما اینه، از شاه بگی میگن مزدور جمهوری اسلامی هستی، از جمهوری اسلامی بگی میگن سلطنت طلبی، از شاه و ملا بگی میگن مجاهدی، از همشون انتقاد کنی میگن توده ای هستی، از خود مردم انتقاد کنی هم فوش میخوری، هم خائن و وطن فروشی. حق با شماست. آقای عادل شریفی گفته حق با شماست. بنویس مثلا مجید حق با شماست. من نمیدونم حالا داری به من میگی یا اون. ضمن آقای عادل خان قشنگ یه مقاله بنویس یا یه پیام با فیسبوک میتونی بفرستی، ولی من تلفن فیسبوک جواب نمیدم، یا پیام زنگ بزن، پیام بذار، بگو که این دوست تو امیدواری چیکار کنه، یه آدم یه نفره، یکم هم از زندگی این برای من بگو. من فکر میکنم این یه آدمیه که رفته سوئد سرخورده شده، اینجا دیپرس میگن یعنی افسرده شده، افسرده شد. آقا خود داداش من اینجا مهندس الکترونیک، آدم درس خوب فلان اینا، وقتی ماجرای گروگانگار ایرانی بود و اینا، تو دوره جنگ بلند شد اومد ایران. به این میگن هومسیک. هومسیک یعنی کسی که هوس خونه، خاک، کوچه، بقال سر کوچه. هومسیک یعنی غربت زده میشه. خب من اگه غربت زده میشم که نباید بیام بگم آقا من میخوام برم ایران رو آزاد کنم، برم ایران ببینم پالودم هم بخورم، بستنی من بخورم، نمیدونم شما اگه تهرونی هستی شمرون تو بری، من اگه شیرازی هستم اکبرآباد و دشت ارجن و نمیدونم کازرون و قلات رو برم.
اینا دیگه مزخرف، بعدم اونایی دیگه بشنن آفرین بر تو مرد ایران آزاد کن. بعد ببین اونی که نوشته کیه، نوشته کوروش کبیر، یه عکس شیر دنبوریدم گسته اونجا. عادل جان امیدوارم مثل اسمت عادل باشی و به قول این مجید آقا، چون من دارم حقیقت رو که نظر خودم رو میگم، فوش ندی، تهمت نزنی و به این کامرانم بگو آقا جوون، حالا اگه زنت طلاق گرفته، دوست دخترت ولت کرده، هر چی، زن زیاد دوست دختر زیاد چیزی نیست. برگردیم به این ماجرای خرید. یه دوستی که هم اهوازیه هم لوره، بعد از 20 سال که ما با هم میرفتیم بازی های فوتبال نگاه میکردیم، اتفاقا سعید بهش گفتن سعید کاووسی هم فوتبال بازی میکنه، گفت نه اونا اون برن ما این بالاها بازی میکنه. به ما تماس گرفت گفت آقا این ماشینی که گفتی اگه کارمکس بخره 300 دلار شما اضافه تر میدی من دارم. گفتم خب بردی کارمکس؟ گفت نه. گفتم ببر. گفت حالا میایم با خودت بریم. گفتم آقا من ماشین ندارم. و گفت خب میام دنبال. بنده خدا زحمت کشید اومد دنبالمون، سوار شدیم رفتیم کارمکس، ماشینشو نگاه کردن، اومدن میگن آقا این ماشین تصادف کرده، فریم دمیج. و ماشینی که ایشون مثلا گفته 6500، کارمکس میگه 3000. من اصلا هیچی نگفتم، چون تو راه براش گفتم ببین شما اگه اینا قیمت کم گفتن مجبور نیستی به من بفروشی، مجبور نیستی به اونام بفروشی، برمیگردی دوباره میزنیش تو کرگلیست. این تا اونجایی که من آدمیت، شعور، رفاقت ایجاب میکنه که بگی. ضمن این که اگه یک کسی میاد دنبال من، منو برمیداره ببریم، یعنی این شرط رو قبول داره. حالا اگه 1000 دلار ببازه یا 500 دلار ببره دیگه باید پاش وایس. اومدیم اینجا میگه نه اینا دروغ میگن که این ماشین فریم دمیجه. میگم عزیز من اگه این کارمکس دروغ بگه که فریم دمیجه، شما میتونی یه وکیل بگیری پدر صاحبشو در بیاری. مگه اینا میان برای ماشین 6000 دلاری من و تو شرکتشون رو به خطر بندازن؟ این میزنه زیر جک، لیزر میندازه، نگاه میکنه، یا نگاه میکنه میبینه اینجا پوش دادن جک دادن، یا اینجوری کروکت شده. دیگه سعید بهتر میدونه، با جک با بوکس کشیدنش از این کاملان بهش میگن آقا چشمتون روز بعد نبینه. برای من هی میخواد توضیح بده. میگم آقا اوکی، حالا شما درست میگی، حالا چند میخوای بفروشی؟ میگه حالا به شما میدم 5000. میگم آقا تو گفتی من 6500 کمتر نمیتونم بفروشم، حالا من میدی 5000 تا؟ من نمیخوام، من 300 تا بالای کارمکس میدم، 500 تا به شما میدم، 1000 تا به شما میدم. دوباره فردا صبح زنگ زد آقا من توی محله هستم نزدیک اون همسایه‌مون، بیام اینجا؟ میگم خب بیا، ولی من و شما سر دو تا کلمه حرفمون نشده. من میگم ماشین میخوام، شما میگی من پول میخوام، من میگم ندارم، اینقدر سر دو کلمه پول ندارم. و آقا من نمیفهمم تو مغز ما چیه، چرا خیلی قشنگ رک ساده صحبت نمیکنی؟ شما میتونی بیای بگی آقا با وجودی که این گفته 3000 دلار، من 5000 دلار میخوام. منم بهت میگم نه، خیلی ممنون. دیگه هی برای من ثابت کنی که کارمکس دروغ میگه همه ماشینا. یه ماشین دیگه اش هم برده اونجا، اونم گفتنش فریم دمیجه. میگم خب آقا شما چون تو مکانیکی هستی ماشینای داغون مردم رو میخری، به خیال خودتم تا حالا 1000 دلار خریدی فروختی 6000 دلار، ولی بترس از روزی که بیان یقتو بگیرن که شما به عنوان دیلر ماشین میخری، به عنوان پرایوت میفروشی. همین یه چاینیزی رو نشون دادن چند مدت پیش تو کرگلیست که پلیس فیرفاکس رفت گفت آقا شما 5 تا 6 تا ماشین داری، نمیتونی شما تو یه سال نمیتونی 4 5 تا ماشین بفروشی بعدم بگی ام پرایوت دیلر. اصلا وقتی میگی پرایوت یعنی دیلر نیستی. حالا اینا ایندیپندنت دیلر رو فکر میکنن پرایوت دیلر. برای چی؟ برای که بلد نیستیم دیگه. کی میفته تو دام قانون؟ اونایی که بلد نیستن دیگه. اونی که قانون رو بلده، اونی که وکیلای شارلاتان داره مثل ترامپ، عملا میاد میگه که من دزدی کردم، تکس و لوپ دزدی هم نکرده، حقیقتا از قانون سوء استفاده کرده. نه، از قانون سوء استفاده هم نکرده، از قانون بهینه استفاده بهینه کرده، پول نداره. دوستان عزیز باید برم، اجازه بدیم بعدا با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون از سعید عزیز، ممنون از مجید عزیز، ممنون از علی، ممنون از این آقای عادل شریفی گرامی و دوستان دیگه‌ای که سعید
دوستان دیگه‌ای که روی فیسبوک بعداً ما رو می‌بینن، اگه لطف کنید این ویدیوها رو با دیگران هم شیر کنید، دوست و دشمن خودتون پیدا میشه، هم فکر یا مخالف خودتون پیدا میشه. چهارشنبه با شما خواهیم بود و بریم ویدیوی آقای چمنارا رو با هم ببینیم. یکی دو دقیقه به من امان بدید، وقت بدید که به یکی گفتن چون میخوایم اعدامت کنیم، میدونید که شام آخر بهشون میدن، گفت که خب من اندلس شریمپ میخوام. اینجا گاهی وقتی رد لابستر و جای دیگه که شریمپ یا میگو میفروشن، میگن شما میتونی بیای مثلا $10 $20 $30 بدی، هر چی دلت میخواد شریمپ بخوری، اندلس یعنی نامحدود بی پایان. بعد این میگه من برای شب اعدام، خیلی ممنون آقای علی ترابی، خدا اگه وجود داره نگهدار شما هم باش. بعد این گفت که به جای بگه استیک میخوام، سیگار میخوام، اینها، گفت من اندلس شریمپ، یعنی منو ببرین مثلا رد لابستر بشینم اونجا همینجوری میگم شریمپ و شریمپ تا موقعی که میخورم زنده است. درباره خورد و خوراک از اجازه بدین یه نامه خیلی قشنگ و یکی از دوستان برای من فرستاده، اینو براتون بخونم و دیگه برنامه رو تموم کنیم. گفت میدونید که الان ماه محرمه گویا در ایران، گفت امروز زور بابام ریسیور رو برداشت و گفت تا بعد از عاشورا ماهواره تعطیل. من با ناراحتی گفتم چرا، و خلاصه کلی مشاجره با بابا و یه سیلی آبدار که حواله شد تو گوشم، واسه همین قهر کردم و نهار نخوردم. واسه شام هم گفتن برو تو هیئت عزاداری یه نظری چیزی واسه خودت جور کن. خلاصه ما هم با این قیافه عجق وجق رفتیم مسجد محل، فضا و معنوی و تریپ عزا نوشته، تریپ عزا منو دستپاچه کرد و گفتم حاج آقا اینجا افطار میدن؟ یارو با تعجب نگام کرد و گفت افطار؟ توی لحظه همه نگاه ها آمد به سمت من و صدای صلوات بلند شد. حاج آقا گفت ما کجاییم و تو کجا؟ خلاصه آب جوش و نبات و یه پرس چلو کباب زعفرانی و نوشابه و سالاد و چای تازه دم، و حاج آقا به افراد تو مسجد گفت از این برادر باید روزه گرفتن واقعی رو یاد گرفت که محرمشو لب تشنه و گرسنه میگذرونه. سرتون رو درد نیارم، الان صدر مجلس نشستم و پارچه تبرکی به هم میمالونن و رو به سمت من سینه میزنن. ده دقیقه دیگه قراره یه نوزاد بیارن که من تو گوشش اذان و اقامه بخونم، بغض گلویم را گرفته. دوستان عزیز ممنون، متشکرم که با ما بودید. یکی دو دقیقه وقت بدید تا من سیستم را عوض کنم و برنامه ویدیوی آقای چمنارا. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه زنده، مرده، نیمه جان، از قبل ضبط شده، پیام به صورت آدیو، پیام به صورت ویدیو بفرستید، ما پخش میکنید. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و به قول پتیک با حمایت مردم. حمایت فراموش نشه، چه ماه آمریکایی میلادی چه ماه ایرانی، خودتون رو مقید کنید که سریع موقع معینی حمایت کنید، نه فقط این تلویزیون رو، تلویزیون های دیگری که برنامهشون رو نگاه میکنید، مخصوصا اگر مخالفید، مخصوصا اگر مخالفید برنامهشون رو تشویق کنید، بعد برین تو برنامهشون نظرات خودتون رو بگید. مگه شما نمیخواید اونایی رو که باهاتون مخالفن عوض کنید؟ اونایی که موافقن که موافقن، دارین وقت تلف میکنید. مثل که من مثلا برم کلاس دانشگاه ترم اول بشینم الفبا یادشون بده، شما باید برید جایی که الفبا بلد نیستن الفبا یادشون بدید، جایی که فکر میکنه الف تو صحراست با هم نصفه باباست که کشتنش. دوستان عزیز دیگه بیشتر از این چیزی بهتون نمیگم. گفت اگر یه چیزی میگفت، اگر میفهمه طرف همون یک کلمه بسه، اگر حواس نمونه می نمیخوره، یه چیز دیگه است، خودتون بلدین. خداحافظ، با امید دیدار. ویدیوی آقای چمنارا رو نگاه کنید. چهارشنبه با شما خواهیم بود. روز روزگار بر شما خوش.